خب دوستان عزیز، از عشق‌آباد بیایم به تلویزیون مردم و با سربی باشیم، سربی با مردم. اجازه بدید من از آقای مصطفی زاده تشکر کنم، عذر میخوام چون ایشون همون ساعت 2:28 لطف کردن ایمیل زدن و من انقدر ماشاءالله خانم شور خانم پرشور هیجان صحبت میکنه که اصلا من ایمیل ها و تلفن و اینها رو فراموش کردم. تلفن البته صداش بسته بودم، بهشونم گفتم که من و شما انقدر حرف برای گفتن داریم، دوستان یه وقت دیگه. حالا بعد این برنامه نوروز اینا ممکن من از خانم آسمی خواهش کنم اون برنامه‌های هفتگی رو که چهارشنبه‌ها داشتن و برای تلویزیون اندیشه و اینها میفرستادن بیان. اصلا من می‌خواستم با ایشون راجع به اینکه چرا تلویزیون ایران ما رو به اصطلاح تعطیل کردند و برنامه نمیذارن اینا صحبت کنم. البته من خودم هم بارها گفتم خداییش این روزا با وجود این فیسبوک دیگه بعضی وقتا می‌بینیم که دیگه حالا من وایسم 3 روز تا یکی بیاد یه برنامه بذاره، خودمونم برنامه ها رو مینویسه و جمع میکنه، بعد روزی که میخواد بیاد برنامه رو اجرا کنه میبینه کهنه شده موضوعات. ولی فیسبوک یه حسن داره که فوری تا یه چیزی به نظرمون میاد میگیم، تموم میشه میره، این عیبشه، تموم میشه میره. یه عیب داره این که فوری یه چیزی که به نظرمون میاد میگیم. حالا دوستان میگن سربی قاطی کرده، دوتاش عیبشه حسنشه یه چیزی گفت. دوستان تا یه چیز به نظرتون میرسه اون رو ابراز نکنید، اون رو پست نکنید، اون رو نصب نکنید. ما نمیدونیم پست کردن آمریکایی همون نصب کردنه، نصب نکنید. برمیگردم راجع به فیسبوک صحبت میکنم که چرا من عکس خانم جنیفر لوپز و خانم کیم کارداشیان رو گذاشتم دیروز. اونایی که رگ گردنتون زده بیرون، اونایی که فکر میکنید غیرت دارید ولی حقیقتا بی غیرت ترین همون خود شماها هستید، که وقتی خانم شایسته الهامی برنامه میذاره، وقتی دوستان دیگه برنامه میذارن، زحمت میکشن، مینویسن، یه دونه لایک که نمیمیرید، که خفه که نمیشید، که یه دونه نظر نمینویسید، ولی سربی میاد ذات شما رو روشون میده رو فیسبوک، میاره ذاتتون رو بیرون، میبرم امروز بهتون نشون میدم. امروز برنامه من فقط اختصاص داره به فیسبوک، خوبی ها و بدی هاش. خوبی هاش اینه بله تا یه چیزی دستمون میرسه با خبر میشیم به دیگران میگیم، بدی هاش اینه تا یه چیزی میبینیم طرف رو میبریم دادگاه، بهش تهمت میزنیم، توهین میکنیم، تهدید میکنیم، مجرم میشناسیمش و خودمونم میخوایم به سزای اعمالش برسونیم. همه کار خودمونیم، قاضی، قانونگذار، پاسبان، زندانبان، شکنجهگر، همه خودمونیم. خب آقای مصطفی زاده از شما ممنونم. ایشون نوشتن که جناب سربی سلام، باز هم حق با خانم هست و از همین حالا من دارم برای ایشون و همکارانشون دست میزنم، مخصوصا برای آقای علی نصیریان. ضمناً از هممیهنان خواهش میکنم از این نمایش دیدن کنن. مصطفی زاده از هلند. من از شما ممنون آقای مصطفی زاده که لطف میکنید و هر وقت دوستانم میان نظر میدید و به این وسیله به اصطلاح خودتون رو در برنامه ها سهیم و نمیخوام بگیم سهیم و شریکی، نمیدونم والا چی بگیم که یه وقت یکی دیگه نگه آقا دیدی بهت گفتم این مصطفی زاده است که شریک سربی. الان که خانم آسمی رفت از اینجا، من یادم اومد چندین سال پیش به خاطر اون کار زشتی که اون تلویزیون انجام داد و اون آدمایی که معلوم بود چه آدمای خودفروشی هستن، یکیش این آقای بهبانی، من اسم میبرم ترس ندارم، یکیش این آقای دکتر مرتضی انواری، یکیش اون خانم نغمه که اون موقع دوست دختر با داور بود و دیگران که از این ور به من ادعای رفاقت میکردن ولی از اون ور منتظر بودن که چاقو به من بزنن. چی داشتم میگفتم خدایا یادم رفت. اصلا آدم وقتی که فکرشم میکنه ناراحت میشه که چقدر بعضیا اینقدر پست فطرت هستن، اینقدر چی میگن دونمایه هستن، اینجا میگن لو لایف هستن. در صورت بگذاریم، نمیدونم بعضی وقتا من فیلم ها رو که نگاه میکنم میبینم که ایداد بیداد من اینجا یه چیزی گفتم رفتم اونجا از نقل شراکت. یه نفر چند سال بعد از این که حالا دیگه ما رفته بودیم و اینها زنگ زد، یادم نیست کدوم یک از این مجریان احمق بودن،
چون وقتی به احمقا میرسه باید شماره بدیم، احمق شماره 3، شماره 27، شماره 29، همینجوری. و یکی میگه که آقا این سربی و آقای مختار نشسته بودن یه جایی، مختار به سربی میگفت که من برای تو پول میارم. حالا ببینید دوستان، شما به عنوان بیننده، اولا خب من برنامه میذارم، آگهی میذارم، شرکت بیمه داشتم، نمایش داشتم، وقتی که همینجا نمایش آقای پرویز کاردار، وقتی که همینجا نمایش آقای مسعود راهنما رو من بردم روی صحنه، خب مجبورم که نه، یکی از چیزای لازم کار اینه که آگهی بدی به نشریه‌ای که توی منطقه به اصطلاح پخش میشه. ایرانیان بود و یه صفحه میخری، قیمتشون هم اون موقع رومیزشون نوشته بود عین ما. اگر تازه من نشستم یه جایی که عمومی صحبت میکنم، یعنی ما چیزی برای مخفی کردن نداریم. این چه راز بزرگی بوده که مثلا تو آمدی گفتی؟ بهتون گفتم مدت‌ها پیش این آقای عطاوکی به من گفت که آقا این آقای احمد علی مسعود انصاری مگه یادت نیست چمدون کیف پول می آورد برای داور؟ گفتم والا ما وقتی ایشون رو دیدیم یک کتابی دستش بود با یک کاغذی که روی این کاغذه نوشته بود موضوعات کتاب خودش رو، میمد تو برنامه میگفت. شما کی دیدی؟ چون قبل از من آقای عطابکی با ایشون برنامه داشت. گفتم قبلش چمدون پول می آورد؟ گفت ای بابا تو ندیدی؟ گفتم نه من که ندیدم، دارم بهتم میگم ندیدم. شما که دیدی بگو کی بود، چقدر پول بود، کجا بود، کی بود، کی خورد، کی برد. دوستان این همه دروغ گفتیم به کجا رسیدیم؟ دیروز برای یه نفر گفتم که ببین اونی که میره مینویسه سربی مأمور جمهوری اسلامیه و اون خانومی که توی کانادا میخواد آگهی نمایشگاه، این نه کلمه این موزونه چیه، چیزای مال عروسی، سالن آرایش عروسی، خود خانومه برای من نوشته من تو کانادا هستم میخوام آگهی بدم. منم جوابش دادم، حالا بهتون نشون میدم دوستان ببینید چه خبره توی این فیسبوک. گاهی وقتا آدم به خودش ببخشید نفرین میکنه، به خودش فوش میده که دیگه پامو نذارم اینجا. ولی بازم اون عشق و علاقه ای که خانم شوره عاصمی ازش صحبت میکرد مجبور میکنه ما رو بیایم اونجا. ولی امروز میبرمتون اونجا و این فیسبوک رو که حقیقتا فیک بوک هست، چون فیسبوک اون آقای جوانی که این رو درست کرد که هیچ وقت هم فکر نمیکرد یه دفعه نمیدونم 50 و چند میلیون فقط فالوور خودش باشن یا چندین میلیارد نفر روی فیسبوک باشن، اون رو گذاشت برای اینکه دوستان بیان مثل کتاب مدرسه هست که عکس‌ها رو میذارن آخر سال که سربی این سال اینجا بوده، نمیدونم اون یکی اینجا بوده، بعد از 15 سال 20 سال باز میکنن ریونیون میذارن، همدیگر رو میبینن. اولین شرطش اینه که شما شخص حقیقی باشی، عکس خودت رو بذاری، اسم خودت رو بذاری. آقای سیروس پاک دل که از ترست میری عکس نمیدونم یک کسی دیگر رو میذاری، شما کار غیر قانونی میکنی. و میای تو فیسبوک به من میگی من غرور، من با بلوغ سیاسی پیدا نکردم. چه خوب، چه کسی بلوغ سیاسی پیدا میکنه که بشه سیاستمدار، بشه پدرسوخته، بشه دروغگو؟ من افتخار میکنم که بلوغ سیاسی پیدا نکردم. حالا شما بلوغ سیاسی پیدا کردید، بیاین دوستان بریم این بلوغ رو ببینیم. اون روز دوشنبه اگه برنامه منو ندیدید برید ببینید در برنامه راجع به این لایک زدن، لایک کردن، من نمیدونم زدن درسته، کردن درسته، چیه اینا میگن کلیک یا اینا میگن لایک، دیگه تموم میشه. خب همین الان سعید برای من فرستاده اولین هتل دریایی ایران افتتاح شد، فعلا صبر کنید ببینید کی آتیشش میزنن. امروز برای من آقای شهرام فرستاده بود که این یه چیزی تو قم درست کرده بودن، گویا اون رو نوشته بود آتش زدن. آتش زدن با آتش سوزی شده فرق میکنه، اون رو هم بهتون نشون میدم. ولی مهمتر از همه بیایم بریم صفحه مردم تیوی، بذارید من این چیزا رو بیارم براتون. بله اینجا کامرای دو تنظیم کنم بیارمش وسط شما ببینید
وقتی شما میاین مردم تیوی از فیسبوک یه صفحه میبینید مثل این. اگه این صفحه رو همین جوری که هست بالا و پایین، یعنی ببرینش بالا که خودتون میرید حقیقتاً پایین صفحه، میبینید که ببینید تقریباً یه کمش رو که ازش میگذری بعدش دیگه آگهی ها و عکس ها و چیزایی که خود فیسبوک میخواد. خب ما آمدیم، اینم اون سوالیه که یکی از دوستان به من گفت آقا این شماره هایی که شما میگید چرا ما نمیبینیم؟ بذارید من بهتون نشون بدم. ببینید دوست عزیز، من الان اینجا اینو به شما نشون میدم. ببین میگه 212 نفر آمدن در عرض 2 ساعت این رو رسیدن به این. اینو یکی از دوستان خیلی قشنگ توضیح داد، ازش ممنونم. نوشته بود آقا وقتی فیسبوک میمیسه ریچت، یعنی طرف آمده و همین از روی این چیزه اینجوری گذر کرده، چشمش دیدتش. وقتی میگه ویو یعنی آمده بازش کرده، حالا اگر خوندنی باشه میخونتش. خب ما آمدیم که برای آقای اجلالی هم فرستادم و میخوام اگر دوشنبه یا چهارشنبه برنامه بذاره، چون ما دیدیم دوشنبه ها خیلی تعطیلیه تو آمریکا، تصمیم گرفتیم چهارشنبه ها آقای اجلالی برنامه بذاره و اگر این کارو بکنه چهارشنبه هفته آینده که میشه 24، من بهشون گفتم من مایلم مهمان برنامه باشم تا بیام به شما بگم آقای اجلالی شما که از انقلاب ایران حمایت میکنی، هنوز طرفداری میکنی از ولی فقیه، از حکومت، خب این خودشون آقا دارن مینویسن نیازمندان در شرایط بدی به سر میبرن، تعداد فقرا در حال افزایش است. بعد این خانمه نمیدونم مال هواپیمایی هماست چیه، نیوشا زیغمی، گفته وقتی به عربستان میروید، وقتی قدم به خاکش میگذارید، احساس و حال عجیبی است که در هیچ کجای دنیا نمیتوان آن را تجربه کرد. امیدوارم زیارت خانه خدا نصیبتان شود. ببخشید من نمیدونم که این واقعا نوشته این خانمه، نمیدونم، به همین خاطر نمیخوام بگم که اسم کسی رو بد کنیم یا خدای نکرده توهین کنیم، ولی اگر کسی این رو گفته باشه این دیگه از عقیده شخصی میگذره، این میرسه به این که شما حماقتت رو میخوای به منم به اصطلاح تزریق کنی. شما خدا در دلت نیست، خدا در خونت نیست، خدا در کوچه‌تون نیست، خدا در خیابونتون نیست، بلند میشی میری جایی که الله اون بت بزرگ عربا اونجا بوده، اسم اونو گذاشتی خانه خدا. حالا آلبرت اینشتین این رو گفته، گفته دنیا پر است از انسانهایی به ظاهر زیبا که هر روز لباسی نو برتن می کنن، ولی نزدیکشان که می شوی بوی کهنگی عقایدشان آزارت می دهد. خب اینم ببینید، مثلا من اینو اینم 7 ساعت قبل گذاشتم. ببینید دوستان این فیسبوک اینجوری کار میکنه، 367 نفر آمدن دیدن، هیچ کس هم راجع بهش چیزی ننوشته و ویدا کیزی نوشته لایک، بعد ما حتی پایینش نوشتیم دوستان نظر یادتون نره. حالا من اینو باز برمیگردم، میخوام به یکم سب کنیم، میخوام یه عکس رو بهتون نشون بدم و ببینید که نوشتم دوستانی که از دیروز تا حالا رگ گردنشان زد بیرون و غیرتی شدن، بهتر است امروز برنامه سربی با مردم را تماشا کنند تا بفهمند چرا این عکس دیروز اینجا قرار گرفت. من نوشتم گور پدر سیاست و سیاست مداران، شما بنویسید باسن کدام یک را بیشتر دوست دارید. نگفتم حتی کدام زیباتره، نگفتم کدامش سایزش بهتره، نوشتم کدام رو دوست دارید، عمدن. و ببینید حالا دوستان چه خبر شده، 1497 تا آدم ایرانی به احتمال زیاد آمدن اینها رو دیدن یا از روی این تبلیغ نگاه کردن. به قول دوستمون خیلی قشنگ توضیح داد، دوستمون گفت نگاه کن شما 1000 تا نامه میفرسی برای آدرس های مختلف، 1000 تا نامه یکیش هم میگیم گم نمیشه، 1000 تا نامه میرسه به دست مردم
ولی ممکنه 200 تاشون باز کنن. اینه که اون پستخونه به شما میگه سوربی بابت این 45 دلاری که دادی یا 70 دلاری که دادی ما 1000 تا نامه شما رو رسوندیم به اونها، ولی حالا چند تاشو باز میکنن اونو دیگه جورای دیگه میفهمی، از اونایی که به جواب میدن ما میان، از اونایی که برات پول میفرسن و الی آخر. ممنونم از این توضیح خوبی که داد و به اصطلاح کار ما رو راحت کرد. ولی اول از همه این عددا رو من حال میخواستم به صورت اونی که شما میاین به صورت بازدید کننده ببینید. من نمیدونم شما اینو نمیبینید، 1497 تا آدم اینجا رسیده، نوشته 8 view 8 more comments، یعنی 8 تا نظریه دیگر رو هم ببینید. جالب اینه که دیروز من تا این رو گذاشتم اولین کسی که از ایران یا از خارج، چون پسرعمو من مسافرت زیاد میره، نظر داده بود پسرعموی خودم هست، نوشته از باسنگندگی تو ایران کسی به جایی نمیرسه ولی تو خارج چرا؟ اینجا بیشتر شکار قزوینی ها میشه. من نوشتم که کمال جون سلام، شما کاملا اشتباه میکنید، من فردا در برنامه در این باره صحبت میکنم که الان دارم صحبت میکنم. خب ببینید دوستان، حالا یه نفر دیگه به نام همون تمشک آلبالو که دوست عزیز، این کاری که شما میکنید هم غیر قانونیه هم غیر اخلاقیه، با وجودی که شما به نظر دوست من میای، چیزایی که میگی در جهت توافق با من هست، ولی این کار درست، این کار شما درست نیست. اگه اسم تمشک آلبالو نیست این کار درست نیست، عکستو نمیذاری این کار درست نیست. حالا من اینو براتون یکم بزرگتر کنم، اون آگهی های بغل و اعداد و ارقام و اینا رو فعلا نمیخوایم، میایم اینجا. بله خب نوشته که همین خانم یا آقای تمشک آلبالو نوشته به گمانم که شما آقای سوربی بلن سکسی را نمیشناسید که لوپز و کارداشیا را به قضاوت گذاشتی، اینان در مقابل بلن لونگ میاندازن. راستی لونگ چیه؟ همون فرش قرمزه؟ خب ببین خیلی جالبه، اولا بدون اینکه ایشون معنیشو بدونه از این ضرب المثل استفاده میکنه، چون حقیقتا مفهومش رو میدونه که لونگ میندازه یعنی این کم میاره. دوست عزیز لونگ با وجودی که قرمز هست ولی چیز نیست، فرش قرمز نیست، لونگ یه پارچه فکر کنم کتونیه، یکی از چیزهایی که محصول ایرانه. اون وقتا توی حمام، حمامای عمومی، مردا، خانما، نمیدونم خانما میپوشیدن یا نه، این رو میبستن دورشون، چون مثل اینجا نبود که مردا جلو مردا لخت بشن، زنا جلو زنا لخت بشن. اینجا که دیگه والا نمیدونی میری لخت میشی، میخوای بری ورزش کنی، طرف گیه یا همجنس بازه یا همجنسگران، اون دوست داره بدن تو رو نگاه کنه. ولی نمیدونم، خلاصه من یه بارم توی هالیدی اسپا اون موقع به این نفر گفتم خب آقا این که ما میایم اینجا شماها حمامتون اینجوریه، ما باید قبلش اینجا لخت بشیم بعد بریم تو استخ. خب این آقایی که اومده تو قسمت آقایان، این علاقه داره به آقایان و ابراز میکنه و خندید، گفت ما نمیدونیم چیکار کنیم، باید یه حمامی برای اونا درست کنن، یه حمامی هم برای خانمایی که همجنسگرا هستن. در صورت لونگ عزیز من یه پار بسنم اینجا میتونم پیدا کنم، یکی برای من آورده بود از ایران کادو به صورت جوک، بذار من ببینم خدایا این برنامه تلویزیون مردم چقدر به 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 به. آره حالا بذارید من اینم براتون نشون بدم، اب نداره چیکار کنیم دیگه، برنامه ما مثل برنامه های دیگه دانشگاهی بشه. این لونگ یه پارچه ای از نخش نمیدونم کتونه چیه، ببینید حتی سردوزی هم نمی کنن. اینو اینجوری چیز میکنن، اون وقتا اینو تو حمام میبستن دور خودشون، توی زورخونه بعض وقتا میبستن دور خودشون، نوعای مختلف داره، جنسای نازک و زخیم و اینها داره. بعدن اونایی که ما که اونجا مثل اینجا نبود، 100 نوع فقط ابر برای شستن ماشین باشه، 200 نو نمیدونم فلان باشه برای خشک کردنش باشه، با همینا ماشین رو میشستن خشک میکردن. یه کار دیگه که میکردن این رو مرطوب نگه میداشتن، توی ایران از بس خاک و گرد سیمان و اینها بود، ساعت به ساعت شما میمدی بیرون شیشه ماشین تو تمیز میکردی، کسی که آب نمیریخت توی شیشه شورش هی بپاشه برف پاک کنش کهنه بشه.
بله در زمان شاه هم گرد و غبار بود، اونایی که تو استان فارس هستن، شیراز هستن، نصفشون مریض بودن به خاطر سیمان بمانند. این لنگ عزیزم، خیلی خوشحالم که شما بله. این که میگن لنگ میندازه، من حقیقتا نمیدونم. اگر کسی اصل معنی این لنگ انداختن رو، جلوش لنگ میندازه، نمیدونم، من فکر میکنم در رابطه با زورخانه و اینها باشه، ولی اگر کسی میدونه این از کجا سرچشمه گرفته، برای این دوستمون بگه تا ما هم، یا برای من بفرسته من تو برنامه بگم، یا میبینید دیگه اسمش هست تمش آلبالو، رو فیسبوک براش بفرستید، تمش آلبالو برای ما بفرسته. خب همین دوستمون نوشته کی، چه کسی با دیدن این عکس ها میتونه برچسب جمهوری اسلامی ایرانی به شما آقای سوربی بچسبونه؟ من نه اون بلن هرزه آشغال هواداری میکنم و نه از سوءاستفاده از این زنها که میشه، از اون عکس پشت پرده هم بدم میاد. من هوادار زیبایی سالم، ساده و مد جالب هستم، اما نه به این آشغال ها نظیر بلن. من آمدم چه کار کردم، براش فرستادم که اینها، این خانم نازنین فرهودی، ببینید این بیارم براتون اینجا، این مردشور این فیسبوک ببره، اینا ایراده، اینا باید تو همون صفحه باز بشه. ببینید خب حالا چرا ما اجازه میدیم به خودمون که اینا رو نشون بدیم توی یه جای عمومی؟ برای که خانم نازنین فرهودی توی صفحه عمومی وقتی این رو مینویسه، یعنی بدون اینکه بدونه یا ندونه به ما این اجازه رو میده. خانم نازنین فرهودی همون کسی هست که یه سالن آرایش عروس یا موزون عروسی هم چیزی دارن و از من خواسته بودن که نرخ آگهی ها رو، منم براشون مثل یک آدم به ایرانی احترام گذاشتم، براش فرستادم، گفتم این نرخ آگهی های ما هست از 2006 تا حالا توی 10 سال گذشته فرقی نکرده، و جالب اینجاست که ما بیشترین بیننده ها رو در کانادا و در کالیفرنیا داریم و شما کالادا هستین و اینها. بعدن ایشون رفته کار خوبی هم میکنن، میری روی سایت های مختلف میخونی که با این کسی که میخوای کار کنی کیه، پول چند تا رو خورده، چند تا رو دزدیده، چند تا رو کشته. ولی اشکال ما اینه و اشکال بزرگ دنیا اینه. الان یلپ یه جایی بود که شما اگر رفته بودی یه جایی رستوران خورده بود، یه خوراک خورده بودی، میومدی مینوشتی آقا این رستوران خوبه، قیمتش مناسبه، سرویسش خوبه. الان ثابت شده که یه سری خود صاحب رستوران ها دروغ می نویسن. به خاطر چی؟ به خاطر یه سری پدرسوخته ای که اونها اینا رو تهدید می کنن، میگه اگه به ما پول ندین ما براتون بد می نویسیم، بیزنستون رو به هم می زنیم. بیا آقای یا خانم آلبالو تمشک، یا تمشک آلبالو، شما میگی کی چی به خودش جرأت میده؟ جرأت چی؟ اصلا طرف میاد تو صفحه مردم تیوی می نویسه آقای سوربی من رو اینترنت خوندم که شما مأمور جمهوری اسلامی هستید، لطفاً به من دیگه پیغام ندین و وگرنه بلاک میشین. اوکی، اینو شما داشته باشید دوستان. باز برمیگردیم به نادانی ما از فیسبوک. خانم نازنین فرهودی، من برای شما پیغام ندادم، شما از من پرسیدی که من یک آرایشگاهی دارم در کانادا و نرخ آگهی شما چیه. شما ببخشید من اینو میگم، میگن در یک جنگلی یک خرگوشی با سرعت داشت میدوید، دوستش گفت آقا کجا داری میری با این سرعت، میمیری الان، سکته میکنی؟ گفت آقا این پایین وایسادن خرگوشا رو میگیرن، هر خرگوشی که 3 بیزه داره یکیشو قطع میکنن. نگاه کرد گفت تا اونجایی که من دیدم تو جیم و این ور و ور و بالا میپری شما 2 بیزه داری، تازگی ها 3 بیزه ای شدی؟ گفت نه هنوز هم همون 2 بیزه دارم. گفت خب پس چرا وحشت کردی؟ گفت آخه این پدرسوخته های احمق اول میبرن بعدن میشمارن. یادتونه خلخالی یه چند نفر رو اعدام کرده بود، بهش گفتن آقا اینا رو بی خود اعدام کردی، اینا دادگاه همین انقلاب اسلامی رفتن، جرمشون چیز دیگه بوده. گفت خب میرن بهشت. خانم نازنین فرهودی، نمیدونم شما رابطه ایم با آقای بیژن فرهودی دارید یا نه، ولی شما اول باید برید تحقیق کنی بعدن بیای آگهی بدی به اینجا.
اون احمقی که میاد مینویسه سربی مامور جمهوری اسلامیه که نه اسمی داره نه عکسی داره، شما نباید از خودت بپرسی این سربی چه مامور جمهوری اسلامیه که از صبح تا شب نشسته توی این صندوق شیشه‌ای که ما و هر احمقی بهش سنگ پرتاب کنیم و این چه جاسوسی میتونه بکنه. چه مامور یعنی چی؟ مامور یعنی من یه حقوقی بهم میدن، امر بهم میکنن بیان یه امری رو اجرا کنم. چه امری اینا به من کردن که من آمدم رو شما اجرا کردم؟ مثلا میام گزارش میدم که الو آخوند فلانی، بله 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 من سوربی هستم مامور 207 شما از واشنگتن، بله 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 این خانم نازنین فرهودی، تبلیغ مجانی دارم برات میکنم، این خانم نازنین فرهودی در کانادا یه سالن آرایش باز کرده، حالا آدم خوبی هم هست، گوش عروسا رو خیلی نمیبره. چه چیزی شما دارید که حتی از من مامور اسلامی جمهوری اسلامی وحشت دارید؟ چه کار خلافی میکنید که میترسید در کانادا؟ مگر اینکه شما از اونایی هستید که میرید ایران و میاید، تازه اون موقعی که باید خوشحال باشید با جمهوری اسلامی کار کردید. نمیفهمیم، گیج شدیم، اسیر شدیم، خر شدیم، خنگ شدیم. والا خر از ما بیشتر میفهمه. ممنونم از دوستمون آقای پرویز بابایان. ایشون در برنامه قبل من گفته بودم این کلمه سورپرایز چی بگیم، ایشون گفته بود غافلگیر و مرسی. من منظورم دنبال یک کلمه است که این سیلابش هم کم باشه. یادتونه میگفت چند تا سیلاب داره؟ چی بهش گفتی؟ یادمون رفت. مثلا مجده، مجده دوتاست. بذارید اینجا نشون بدم اینا رو. وقتی میخواستی درس بدی به بچه کلاس اول اینجوری میگفتی بابا آب یه دونه، حالا مجده دوتاست، خیلی ساده است. ولی این غافلگیر چند تا میشه؟ 3 تا 4 تا. یه کمی گفتنش مشکله، ضمن این که همون سورپرایز آمریکایی هم سورپرایز یه چیز اینجوری داره. اصلا ممنونم، مرسی، با ما باشید، خوشحال میشیم از ایمیلاتون استفاده کنیم، از نوشتهای رو فیسبوکتون استفاده کنیم. درباره فیسبوک من تا امروز به خاطر اینکه آقای دکتر افشارها، اگه من تند صحبت میکنم میگم دکتر افشارها، فکر میکنم شما اقلا توجه میکنید اسمش رو اون زیر بابا نوشتیم دکتر افشارها، و نمیدونم چرا فامیل ایشون به اصطلاح این ها رو یدک میکشه ازشون این جمعه میپرسن. من چون که ایشون صفحه فیسبوک نداشت، من اگه کسی روی فیسبوک مینوشت مثل اون آقا یا خانم ببو، ببو که میدونید اسم قشنگی انتخاب کرده، ولی کار ببو هم از لحاظ فیسبوک غیر قانونیه. ببینید ما چند تا چیز داریم. یه جوکی خیلی قشنگی بود، میگفتن که یک دانشجویی که نمیدونم حقوق و قانون و اینها میخونده به دکتر، به استادش میگه کاری که شما کردید قانونیه ولی مورال چه میگن به اصطلاح عرفی نیست، از لحاظ معرفت و اینها درست نیست. میگه چی کار کردم؟ میگه شما مثلا 70 سالت رفتی با یه خانم 25 ساله ازدواج کردی. اینم اینه آقا یا خانم ببو، شما میتونی یه صفحه رو برای طنز انترتینمنت به نام ببو را بندازی. اینم میگم فیسبوک پایه و اساس و قانونش و شروعش این بود که شما باید شخص حقیقی باشی، و اینا میتونستن یه کاری بکنن که من و شما الکی نیام 10 تا صفحه درست کنیم، اسم هی کوروش کبیر، سیروس پاکدل، نمیدونم سیروس کثیف وجدان، اینجوری بذاریم. من آقا یه بیزینس دارم، مردم تیوی یه صفحه دارم به عنوان مردم تیوی هم هست، یه شخصم به عنوان سوربی. ولی بعد متوجه شدم آقا بنده چون پابلیک فیگرم 5000 تایی که اومدن کمه، و بعضیا همین میسن آقا چرا ما رو راه نمیدی؟ میگم والا من راه میدم، فیسبوک راه نمیده. دوستان قرار شد که من بهتون نشون بدم اون چیزی رو که شما میبینید، همون جوکی که به طرف گفتم شما از اونجا اینجوری میبینید، ما از اینجا اینجوری میبینیم. ببینید اون چیزی رو که شما در منزلتون در ادارتون میبینید وقتی که میایین روی فیسبوک ما، این هست
و اون دوستمون درست میگفت، اون اعداد رو شما نمیبینید، این اعداد رو برای آگاهی ما گذاشته. ببینید نوشته مردم سربی دو ساعت قبل، ننوشته چند نفر میبینن، چند نفر آمدن، چند نفر دیدن، ولی باز هم لطف پسر عموی نازنینم کمال سربی که مثل برادر کوچک ما هست و اونم لطف داره همیشه ما رو داداش خودش صدا میزنه، لطف کرده نوشته لایک، بعد نوشته کمال سربی لایک دیس. اوکی، اگر زیادتر باشن لایک سوم شخص میشه لایک هچ بمانه. اینم ما نوشته 7 ساعت قبل، نگاه کنید اینجا زیر عکس اینشتین دیگه چیزی ننوشته، فقط نوشته شیر کنید. شما اینو اگر کلیک کنید میتونید به دوستان روی فیسبوکتون بدون که این عکس رو وردارید کپی کنید، بلد نباشید بفرستید، فقط همین کلمه شیر رو کلیک میکنید یا میزنید. ببینید دوست عزیز، من اینجا هم نوشتم دوستان نظر یادتون نره، ولی یه دوست نوشته دوستان ایرانی میترسن نظر بدن. والا من نمیدونم، اگه قرار کسی بترسه نظر بده باید بترسه نظر رو باسن این خانم کارداشیان و اون بده. ولی حالا بریم سراغ اینها ببینیم چرا اگر عکس باسن کارداشیان بیاد شما دوستانی که غیرتتونم خیلی زیاده، برای منم یه چند تا فوش نوشتید غیرتی میشید مینویسید اینجا، ولی اگه یه مقاله خوبی باشه، اگه یه ویدیوی جانانهی باشه، اگه یه بحثی باشه این خیالتون نیست. خب ببینید حالا اینجا چجوریه، من اینو بهتون نشون بدم. دوستانی که میگید آقا من نمیدونستم شما سانسور چی هستید، شما نوشت کامنت منو ورداشتید، میگم والا بلا به دین، به مروت، به اون خدای نداشته، به طبیعت، من چیزی رو ور نداشتم جز اونایی که مؤدبانه بهشون میگم این کارو نکنید، اگر این کارو ادامه بدین با تیپا میندازمتون بیرون. باز هم حماقت میکنن، من با تیپا میندازمشون بیرون. ببینید دوستان اینجا نگاه کنید نوشته view 8 more comments، یعنی تماشا کن 8 تا نظرهای دیگری که نوشتن و ما قایمش کردیم گذاشتیم زیر این صفحه، اینو باید بزنی کلیک کنید باز میشه. حالا شما اینو داشته باش توی صفحه شخصی من، اینو 2-3 بار باید بزنی، چون نمیدونم این مثل صفحه درست میکنه هم میذاره زیر هم. خب دوباره گفتم کمال سربی دوست برادرم هم پسرمون اون نوشته که منم نوشتم فردا توضیح میدم، اینا رو خوندیم و تا اینجا آمدیم. و خب آقای رحیم پور رحیمی، این هم معلم ایران، معلم زحمت کشیده که من به نوبه خودم ممنونم که وقتش رو برای آموزش بچه ها گذاشته، نوشته هر دو برکت خدا هستن، فقط اسراف نشه. خب هم طنز گفته، هم نظر داده، هم نشون داده رحیمم وقت نداره رو چیزای سیاسی دیگه چیزی بنویسه، رحیمم دنبال سرگرمی میگرده و هیچ اشکالی نداره، سرگرمی هم باید جز زندگی ما باشه. خب میان پایین تر، آقای به نام شهرام قهرمانی باحال گفتی پرویز، این برای اون بالایی گفته. حالا پرویز چی گفته بوده رو این؟ آهان من یه چیزی هم متوجه نشدم که این نوشته ها اون آخری رو میاره این بالا میذاره یا اولی رو میذاره، چه کار میکنه؟ یه وقت از این وریه یه وقت از اون وریه، مثل که میشه بهش بگی تاپ کامنت رو میخوام یا most recent. آهان most recent میاد بر حسب آخرین میذاره. خب مثلا یه آقایی به نام زهید الاسلام زبیر آمده یه مش شماره گذاشته که من اصلا نمیدونم این شماره ها و این خطی که نوشته خط چیه، خط یهودیه، خط آفریقاییه، نمیدونم چیه، فکر کنم خط آفریقایی هست. خب اینو ما باید پاکش کنیم چون اصلا این بی ربط نوشته. آقا از اینجا نباید شما اینجوری استفاده کنید، باید یاد بگیریم. خب اونم خوندیم و کی و چه کسی و فلان اینها، میایم حالا همینجور میریم که ببینیم چی بوده. بله این دوستونم گفته لطفاً در برنامه‌تون با حوصله توضیح بدید، واضح خوب برام روشن کنید که لایک چه نتیجه و نفع و چه کاری رو انجام میده. راستش من خودم از این ابتکار آمریکایی یعنی لایک خوشم نمیاد و هر کامنت نظر را در خور تصدیق جالب بودن نمیبینم. خواهش میکنم شما به روشنی لایک را توضیح دهید.
ببینید دوست عزیز، از بس زندگی سریع شده و همه میخوایم دو کلمه تکست کنیم، اون یکی میخواد ببینید کلمه اوکی یعنی مثلا everything is good، طرف میگه اوکی، که اصلش از یه جایی اومده که سرشماری میکردن ببینن کیا تو جنگ مردن و روی درا مینوشتن مثلا زیرو چیز، بعد این شده اوکی، مثل که یعنی زیرو کیلد یعنی کسی کشته نشد، چندین چیز مختلف دربارش. الان فوری یه دفعه رگ دانشتون نزنه بالا بگید اشتباه کردید. خب این ماجرای لایک زدن، اگر شما برنامه من نگاه کنید، من خودم صدها بار گفتم من متوجه نمیشم وقتی مثلا خانم نیر عکس بریده شدن دست، ویدیوی بریده شدن دست یه نفر رو میذاره، من اگر لایک میزنم یعنی از این کار اینا خوشم میاد، کار اینا رو تایید کردم، از خانم نیر ممنون میشم که اینشون اینو گذاشته. این معنیش چیه؟ حقیقتش هیچ کس نمیدونه، همه گیجن و خیلی کارا هست ما تو زندگیمون انجام بدیم، اگر ازمون بپرسن این کارو برای چی انجام دادی، تعریف خاصی براش نداریم. ممنونم اون دوستی که بهتون گفتم، آقای حبیب اللهی یا حبیب اللهی هست، نوشته که I think view is different with reached when you're rolling your in browser down. بله این همونه که توضیح دادم که من اون روز پرسیدم view چیه reached چیه، و ایشون توضیح داده، نوشته مثل این که mailman carry bag of mail، همون توضیحی که من دادم، پستچی 1000 تا نامه رو ممکنه ببره به خونه های مردم بده، ولی از این 1000 تا ممکنه 50 نفر باز کنن یا نکنن. نادر گلپا، اینم یکی از دوستان قدیمی ما هست، حالا نمیدونم اینجا چیز گذاشته یا جای دیگه. anyway ما آها بله، خدایا این باسن این کارداشیان و لوپز کار دستمون داده. یکی پیام گذاشته بود میگه آقا من کاری به باسنشون ندارم، ولی من اگه یه اوتو داشتم این رو اوتو میزدم که چروکای باسن خانم لوپز روی لباسش پیدا نشه. قربونت برم، این خانم 40 سالش هم گذشته ولی تونسته این اندام رو حفظ کنه. از نظر اون دوستمون بله، واقعا اینا رو باید بهشون احترام گذاشت، ولی از لحاظ اینکه اینا رو میخوان به خورد مردم بدن و تن فروشی، یعنی چی تن فروشی دوستان؟ یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، تن اینا رو میفروشن، آگهی برای اتکلون، برای عطر، برای عینک، برای کفش، برای وسیله شنا، این تن فروشیه. حالا اینجا چون مرسوم شده از نظر هممون اوکی شده. خب حالا ببینید آقای کاوه صفوت آمده اینجا نوشته با شرکت در انتخابات یک نه بزرگ به تندروها بگوییم. ببینید دوستان، اینم از اوناییه که نمیفهمه که هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. برایش نوشتم که نوشتم شما امروز برنامه رو تماشا کن، من توضیح میدم این انتخابات، انتخابات باسنه، انتخابات ایران یا آمریکا نیست. بعد از من پرسیده رو کدوم ماهواره هستی، چه فرکانسی داری، گفتم من 13 سال پیش ماهواره رو گذاشتم کنار، بعضی ها میگن بوسیدم گذاشتم کنار، ماهواره تو آسمونه من نمیتونم ببوسم بذارم کنار، گذاشتم کنار و خیلی هم خوشحالم که از به اصطلاح ماهی 30,000 دلار پرداخت یا ماهی 12,000 دلار پرداخت خودم رو نجات دادم که نخوام آویزون این و اون باشم. خب این آقای قهرمانی هم که گفته بود باحال گفتی پرویز، ما دنبال پرویز میگشتیم، پرویز گفته چرخ اقتصاد و اقتصاد استاک مارکت رو هم همین موضوع میچرخونه، رکود میچرخه، رکود خواهیم شکن، رکورد خواهیم شکن. من ما بین جفتشون گیر کردم، منو دو نفر حساب کنید، گلدون هر کجا وایسه. این گلدون هر کجا وایسه رو من تا حالا نشنیده بودم، یعنی چی پرویز؟ خب آقای به نام داریوش خیر نوشته باید شیر یا خط اندا، اوکی اینم نظرشه، باز برای همینم هم نوشتم تا فردا صبر کن، اینا مال دیروزه، من برات میگم تو فردا. خب باز اینجا گفتیم این سوربیا، حالا بیان پایین نگاه کنید دوستان، من قبل از اینکه باسن خانم جنیفر لوپز و کارداشیان رو بذارم، خیلی ظریف و با دقت آمدم این رو گذاشتم، شما نگرفتید چرا ما ایرانی ها در نوشتن نظر
یا لایک زدن پست های فیسبوک اینقدر تنبل هستیم. این ویدیو را تماشا کنید، درباره هر چیزی که مایل هستید نظر بدید، لایک فراموش نشه. البته خود من بعض وقتا از کوره در میرم، به قول دوستمون جمشید، حالا پیامش میذارم و قاطی میکنم، بعد به دوستان میگم آقا من گفتم درباره این ویدیو شما اینجوری، ده زمینی که اینجا ببینید به اشتباه نوشتم درباره هر چیزی که مایل هستید نظر بدید، بعد مینوشتم درباره هر چیزی که در این ویدیو به نظرتون میرسه نظر بدید. خب اینم گفتیم که آقا یا خانم تمشک آلبالو، آها اینا رو خوندیم، گفته بود که چه نتیجه و چه نفعی داره، بعد این دوستمون هم توضیح داده. و شما دوستان نگاه کنید راجع به این که رضا شاه میگوید هنگامی که من آمدم 498 تا آمدن این نامه به دستشون رسیده، حالا اون دوستمون حبیب الله درست میگن، ولی چند تا لایک زدن، چند تا فرستادن این ور ور، چند تا شیر کردن، شما خودتون بیان قضاوت کن. اینا رو شما میتونید ببینید. بله این پایین نوشته four more comments، ببینید 88 باز میکنه یا 44 تا. حالا ببینید امید ترابی که احتمالاً فامیل علی ترابی عزیز هست، هم هنرستانی من هم سربازی داداش من، که برای این خانواده واقعا بهترین ها رو آرزو میکنم، نوشته با سلام جناب سربی عزیز، پرسیده بودید که چرا بیشتر ملت ایرانی هموطن مطالب را یا لایک و یا نظر نمیدهند، چرا به نظر من اکثر مردم میترسند، شجاعت لایک کردن و گفتن حرف دلشان را ندارند. آخه از چی میترسند؟ دوستمون آقای نادر گلپاک گفتم خیلی وقت با ما بودانه هستن، بیشتر بنویس نادر، نوشته شجاعت نیست دوست عزیز، این جواب اینو داده، بی تفاوتی است، وگرنه شما برو صفحه های آفرین نادر جون، برو روبرو آینه خودتو یه بوست بکن از قول من. نوشته که آقای امید ترابی این شجاعت نیست دوست عزیز، بی تفاوتی است، وگرنه شما برو صفحه هایی که عکس یک دختر را گذاشته و همش هم چرت و پرت نوشته میشه، بالای چندین ده هزار لایک خورده میشه، شاید مردم که بیشتر جوان ها هستن دنبال شور و هیجان هستن، حتی دروغ باشه که ما ایرانی ها بسیار متاسفانه دوست داریم شنیدن دروغ را، گفته حتی اگه دروغ بذارن باز میاد ده ها هزار لایک میگیره. دوباره اینها برام بینسن، نوشته غافلگیر سورپرایز، بزرگترین مشکل ما تبعیض در تمامی موارد و امور زندگی میباشد. اینو پرویز بابایان نوشته، سعی میکنم که همه انسانها را به یک چشم نگاه کنیم، رنگ، نژاد، دین و قومیت و جنسیت قضاوت نکنیم، حتی طریق لباس پوشیدن انسانها احترام در حد بیطرفی قائل شوم. قاضی و قضاوتگر بودن کار سختی است، به خصوص وقتی از درون و زندگی انسانها خبر نداریم، حریم خود و دیگران را بشناسیم، حتی به حیوانات هم حق حیات دهیم، آزادی را که برای خود می‌خواهیم هموار و مهیا سازیم برای حیوانات، هر آنچه را برای خود و عزیزمان نمی‌خواهیم برای دیگران هم نخواهیم، از غیبت و تعارف خودداری کنیم، از طبیعت که بهشت همینجاست لذت ببرید. اگه اشتباه نکنم این پرویز بهایی بوده، با بهاییان مشکل داره، قرار شد بیاد صحبت کنه، باز اگه اشتباه نکنم و مغزم بهم به اصطلاح کمک کنه، ایشون فکر کنم راننده کامیون بود، مشکل پیدا میکرد سر مرز و اینها، این مغزم کمک کنه. من اون روز گفتم این دوستمون صداش به نظر آشنا میاد، یه دوستی گفت آقا ماشاءالله چه حافظه ای داری، تو هی میگی من صدا تشخیص نمیدم اینجور اونجور، ولی همه چیز رو به خاطر میسپاری. نمیدونم این خوبه یا بده، نمیدونم اینقدر از مغزمون استفاده کردن، فشار آوردن خوبه، مثل یک چیزی که ورزش میکنه، یا اینکه کهنش داریم میکنیم، این رو نمیدونم. خب غیبت تارو خودداری کنیم، از طبیعت که بهشت همینجاست لذت ببریم، به تنهایی جان نداده ایم، به تنهایی جان نداده ایم که جان بگیریم، سوپرمن هم نشویم برای دیگران، به درد هم بیاییم. بابت کباب لمچاپس، این میدونید اینجا لمچاپ اینا مال خوک و بره و اینا رو، اون گوشتایی که چیز میکنن، بابت
کباب لمچابز هم پوزش میخوام به نوبه خودم. ممنون از وقت گرامی و برنامه مردم تیوی، تشکر از آقای سوربی و عرض پوزش از دستور زبان فارسی. ببین پرویز جون، پوزش لازم نیست، شما لطف میکنی میای مینویسی، ولی اگر کوتاه‌تر بنویسی و به قول همین آمریکایی‌ها اینا get to the point خیلی بهتره. خب دوستان، حالا بریم صفحه خود من، صفحه شخصی من. اوکی، اینم بهتون نشون میدم که شما ببینید از اولش که شما میای چی میبینید. نه، از اولش که من اینجا هستم چی میبینم، شما که میای چی میبینید و الی آخر. ببینید این صفحه شخصی منه، نوشتم برای اینکه من در رابطه با مردم تیوی هستم. ببینید روی اون هم نوشتم سوربی با مردم، مردم تیوی، ولی عکس خودم رو گذاشتم، آقای سیروس بزدل که اسم خود رو گذاشتی پاک دل، اسم تو بزدله، نه یه عکس، دوتا عکس، آدرس، تلفن، هر چی بخوای اینجاها هست. خب حالا میایم پایین دوستان، ببینیم چی میبینیم. منی که اینجا نشستم اینجوری میبینم، ببینید مثلا این اصلا فقط میبینم چه ساعتی، نمیبینم لایک شده نشده، یا این پایین تری همون باسن اینها که دیروز گذاشتیم روش هم امروز نوشتیم، دوستانی که از دیروز تا حالا رگ گردنشان زد بیرون و غیرتی شدن، بهتر است امروز برنامه سوربی با مردم را تماشا کنند تا بفهمند چرا این عکس دیروز اینجا پست شد، قرار گرفت گور پدر سیاست و سیاست مدارم. این خیلی جالبه. حالا بیاین اون چیزی رو که من میبینم نوشته، چهار نفر این رو شیر کردن، ولی به من میگه اگر بذارید اینجوری بهتون نشون بدم که بزرگتر ببینید. ببینید به من میگه که اگه میخوای ویوهای بیشتر، ریویوهای بیشتری رو ببینی، کجا هست؟ آها اینجا میگه که اینجا رو کلیک، بله اینجا نوشته 4 تا از 69 تا. دوستانی که هی میگید نوشته های من کجا رفت، ببینید به من 4 تاشو نشون میده. اون دوستی که اون روز هی میگه آقا من درباره آقای افشارها برای شما گذاشتم، هی میگم والا بلا من چیزی نمیبینم، اگه میخواین چیزی به من برسه اینجا باید شما روی اون مسیج، البته ببینید من که از اینجا میبینم من با شما متفاوت میبینم، من نمیتونم به خودم مسیج بفرستم مگر اینکه بعدن دیوانه بشم. اوکی، حالا ما میایم پایین تر نشون میدیم که چجوری، بله اجازه بدید، میایم به صورت اینکه یه نفر از شما هستیم میام توی این صفحه. اوکی، از اونجا میریم بیرون به این صورت میام. خب اینجا به من هشدار میده که میگه آقا شما الان به صورت یکی از دوستات آمدید داخل، هی اشتباه نکنی بخوای یه کارای انجام بدی رو این، نمیتونی مثلا اینجا شما نمیتونی چیزی رو نصب کنی. ببینید دوستان امروز درس فیسبوکه آقا جمشید، بعدش هم میایم تلگرامو چیه یاد میدیم تا شما هم لطف کنی فوش بدی. خب الان جمشید جیغ میزنه میگه آقا من که فوش ندادم، الان میره سراغ یخچال میگه رفتم یخچال یا آبجو خوردم، نوش جانت، خیلی ممنون که اون کارو کردی. و من حالا قبل از اینکه پیامتو پخش کنم و روش صحبت کنم اون موقع ازت عذرخواهی میکنم، ولی حالا هم برای که ناراحت نشی ازت عذرخواهی میکنم، میگمم چرا عذرخواهی میکنم. ببینید دوستان شما وقتی میاین اینجا مسیج پیام میبینید، اینجا میتونید این علامت رو بزنید به قول معروف ما رو پیگیری کنید، دنبال کنید، فالو، راهرو ما بشید. حالا ما کی هستیم که شما با ما بیاید، نمیدونم، اد فرند مثلا اینجا منیسه 5000 تا بیشتر نمیتونی داشته باشی، اینجا باید اینو عوض کنی بنویسی آقا این سوربی 5000 تا گرفت دیگه شما نمیتونی بزنی. حالا بعد براتون نشون میدم روزی 30 تا 40 تا میاد، من دو تاشو میزنم قبول میکنه چون مثلا دو نفر رفتن، ولی باقیشو مینیسه تو 5000 نفر داری. خب آقا به اون که نوشتی دیگه برای من نفرست، یا این حد رو ببر بالا. خب حالا میایم پایین، عجب امروز کلاس درسی گذاشتیم ما. ببینید دوستان شما وقتی میایین صفحه من اینجوری میبینید، ببینیم این جوکه بود میگو از اینجا اینجوری دیده میشه، از اینجا اینجوری دیده میشه، از اونجا اینجوری دیده میشه. ببینید این نوشته 7 ساعت قبل، اینجا هم نوشته اگه میخواین ترجمهش رو ببینید که من هیچ وقت استفاده نکردم. حالا نگاه کن، شما هستید که وقتی میایین میبینید که این چند تا لایک شده. مثلا من همیشه میگفتم خب کسی بیاد بزنه لایک برنامه، اگه دارم میاد نگاه میکنه، اینجا زده 20 نفر
لایک کردن این رو، اینی که من گذاشتم دو ساعت پیش که برنامه دارم 20 نفر اومدن لایک کردن. ولی بریم سراغ خانم جنیفر لوپز و خانم کارداشیان، از اون مهمتر بریم پایینتر سراغ باسناشون. بله ببینیم چه کرده. نوشته که 84 نفر این رو دوست داشتن. حالا باز اون دوستمون نگه که آقا این لایک کردن یعنی چی. بعد به من میگه که شما 4 تا از این 69 تا کامنتی که گذاشتن میتونید ببینید. دیدید که توی مردم تیوی حدود 1600 نفر دیدن. اینجا به من نمیگه چند نفر اینو دیدن، اینجا فقط به من میگه اونایی که آمدن لایک کردن و اونایی که آمدن نظر دادن. 69 تا نظر دادن که برای رضا شاه، برای ترجمه متنی که خانم شایسته الهامی مینویسه، که بابا ببینید که خود این جنرال 4 ستاره آمریکایی میگه اینها تو برنامه‌شون هست و بوده که به ایران حمله کنند بدون هیچ دلیلی، اونو کسی لایک نمیزنه، یا اگه بزنم یکی دو تا. کسی اصلا ممکنه همه مقاله رو نخونه. ما ملت بدبخت بی سواد عقب افتاده هستیم. اون وقت آقای سیروس بزدل فکر میکنه به بلوغ رسیده، حتما میخواد اولین کسی هم که میپره رو خواهر مادر خودش بپره، چون به بلوغ رسیده میخواد ثابت کنه. خب آدم عصبانی میشه، جمشید چند نگو چرا عصبانی شدی، به پیامت که رسیدم میگم چرا عصبانی شدم. خب ببین دوستان، پس ما اینجا 4 تا میبینیم، 1 2 3 4 که تازه یکیش هم مال خودمه، درسته؟ ولی میزنیم میگیم آقا بیشتر، یا فیسبوک بیشتر به ما نشون بده. ببین یه سری بیشتر نشون میده، بازم همه رو نشون نمیده. دوباره میزنی میگی آقا جونت بالا بیاد همه رو نشون بده. حالا همه رو نشون میده، بریم با هم دیگه ببینیم. خب این امیر نیوی، حالا یا ناوی فارسیه یا نیوی انگلیسی، یه علامتی زده که آب از چک و چیلش، چرا مثل میگن چک و چیل، از دهانش را افتاده، زمین خیس، لب خیس، لب و لنجه رفته. اوکی مرسی. آقای محمد رجبی به شوخی نوشته که هر دو جانسوزن، اما این کجا و آن کجا. منم برش نشتم دوست گرامی فردا بهت جواب میدیم. آقای محمد کرمی دوست نازنینمون یه عکسی گذاشته که این من رو یاد آقای احمدی نژاد تو نیویورک انداخت، یه حاله نوری دورشون جمع شده. فکر کنم آقای کرمی داشته این عکس رو نگاه میکرده، همسرش با یک بوت زده تو سرش، این حاله از کله آقای کرمی بلند شده. آقای کرمی هم خیلی آدم شاد و خوبیه، امیدوارم شادی ها تو زندگیش بیشتر باشه. فکر کنم اشتباه نکردم، چون بعدش همین آقای محمد کرمی اون وقتا بود میگفتن طرف مثل سگ پشیمانه، عکس یه سگی رو گذاشته که داره گریه میکنه. آقای کرمی چی شد بگو ببینیم. خب و اما آقای محمود مهاجری نوشته هر دو خیر سرشون پر از شت هستن. کلمه شت به انگلیسی یعنی مدفوع، ایشون لطف کرده خواسته احترام بذاره، شین یه ت نوشته، چون اینجا رسمه. اینجا مثلا اگه جلوی یه بچه هم میخوان یه چیز بگن که نفهمه، حالا چه حرف فوش باشه چه حرفی که بچه ممکنه حالا حوض کنه دیگه ننوار ول نکنه، اسپلشو میگن، هجیشو میگن. خب بریم سراغ آقای محمد باقر صمیمی. آقای صمیمی از صمیمی های شیراز هستی، شیراز و کازرون یا جای دیگه. ایشون نوشته ببم جان اینا فروشی هن یا فقط میخوای دل کباب کنی. ببین آقای صمیمی، اگه اینا هم فروشی باشن، فروشندش من نیستم، ولی اگر شما بلدی تو کار خرید فروش باستان هستی باشون تماس بگی. این اگه منظورت این بوده که به من توهین کنی، ولی اگه به شوخی گفتی، به طنز گفتی، بله که اینا فروشی هن. اینا اگه فروشی نبودن و خریدارانی نداشتن به اینجا نمی رسیدن و من قصد کباب کردن دل شما رو نداشتم. شما هستید که باید با اون اخلاق خانوادگی، به اصطلاح تربیت خانوادگی، عکس باسنه یه زن رو که میبینی کباب بشی یا نشی. این رو اگر همسر داری با همسرت نگاه کن، اگر تنها هستی که خب دیگه کباب شدن تقصیر خودته، آدم بد اخلاقی هستی.
نمیری زن بگیری یا کسی نمیتونه باهات بسازه. خب رضا لادنی نوشته حیف حیف اسلام دست ما رو بد جوری بسته، همه جای دیگر رو واگذاشته. البته اینم اینو نوشته، شوخی کرده، خیلی هم خوب. یه دوست دیگه آمد جواب اینو داده، همین آقای محمد محمود مهاجری، گفته رضا جون این اسلامه که دست تو اونجا بند کرده. خب آقای سهند فریاد، این دوست خوبمون آقای رزاقی هست، محمد رزاقی، که یک خوراکای درست میکنه، عکسای میندازه اینجا روی فیسبوک، جیگر آدم رو کباب میکنه. و اما دیجی آنی خیلی میدونید، فکر کنم یکی از اولین بانوان ایرانی است که اینجا در آمریکا کار دیجی را انجام داده به نحو احسن، خیلی خوب. همین الان در مسافرت و این ور اون ور هست برای عید و اینها، و من حتی یه عروسی بود بهش معرفی کرده بودم، اون دوستمون گفت که باهاش تماس گرفتم و پیامش میگه که نیستم و اینها. و دیجی آنی برای من نشته برنامه رو از کجا میتونم ببینم دوست عزیز، هههه شوخی کرده چون میدونه من کجا هستم و اینها. من یکی چند برنامه هم با خانم آنی در تلویزیون های مختلف بودم، خیلی خانم با نشاط و با حرارت و خندان و اینها هست، و این خانواده اینها همه در کارهای فرهنگی اینها بودن و هستن. و همین دیجی آنی نوشته که این عکس ها باب دل آقایون شرقیه. من باز براش نوشتم که فردا برات صحبت میکنم، اینا همه مال دیروز دوستان. آقای شهریار شجاعی عکس یه سگی رو فرستاده توی یه قلبی خندان، خیلی ممنون، امیدواریم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باشه. آقای شهریار شجاعی آمده 3 علامت لایک، اوکی، موفق باشید، که این علامت ها در ایرانی میشه بیلاخ. من بعض وقتا به شوخی به دوستان میگم منظورتون از این علامت ها ایرانیش بود یا انگلیسیش بود، اگر این باشه. برای ایشون هم نوشتم. خب نعیمه کیارا، احتمالا یه بانوی هستن، من چون عکسشون کوچیکه نمیدونم، ولی این اسما هم بعض وقتا خدا میدونه، ولی چون ه داره تا کسره داره آخرش، یعنی خانمی هستن. راستش هیچ کدوم، خیلی بزرگن. اینم ایشون نوشته. خب سبزه خوشگل، که اینم باز از لحاظ فیسبوک دوست عزیز اشکال داره، شما باید اسم خودت رو بنویسی، یا اگه نمیخوای آقا نیا، خانم نیا، دستتو که نپیچوندن به زور بیارن. نوشته جنیفر رو میپسنده، ممنونم. حقیقتا اگر تا حالا یک کسی درست جواب داده باشه این دوتا بودن، یکیش اون خانم نعیمه گفته بود هیچ کدومو نمیخواد، دوست نداره، یکیش این آقا یا خانم سبزه خوشگل نوشته جنیفر. اوکی، ما بلد نیستیم آقای سیروس بزدل، شما نمیخواد به من بگی به بلوغ اخلاقی نرسیدیم اینو گذاشتی، من اینو گذاشتم که ذات شما رو بیارم بیرون. آقای سهند فریاد محمد رزاقی نوشته آقای سربی این سوال شما سختتر از سوال سازمان انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. خودش هم قاه قاه شروع کرده به خندیدن. خب حالا درستاش داره پیدا میشه، اونایی که گرفتن، اونایی که ایمیل قبلی رو دیده بودن که چرا من و شما چقدر تنبل هستیم که نمی‌نویسیم، یکیش این نیک دارابیه. اگه اهل داراب هستی، از یه ماه دیگه، از چند روز دیگه توی این داراب، توی این کوچه باغاش، آخ آخ چه بوی عطر و بهار نارنج و پرتقال و لیموی میاد که نگو و نپرس، من رو بردی داراب. اگرم نیستی فامیلی خوبی داری، به خاطر فامیلت حتما داراب رو برو. داراب یه عده میگفتن جز استان فارسه، یه عده میگفتن جز استان هرمزگانه، فکر کنم استان فارس باشه. خب ایشون نوشته من یک پست سیاسی گذاشتم همراه با زنان و گلهای کاشی و همه را دعوت به تبدیل انتصابات به رفراندوم و یک نه بزرگ کردم و فقط یک نفر لایک کرد. اگر این عکس را می گذاشتم علاوه بر صدها لایک و کامنت
به طور حد تعداد زیادی درخواست دوستی دریافت میکردم. برای نمونه به کامنت های این پست نوشته تست نظری بیندازید، حیف از اکسیژن. من هم نوشتم فردا در این باره صحبت میکنم. ایشون باز لطف کرده، ببینید پیگیره، نوشته با کمال میل نگاه میکنم. امیدوارم داشته باشی نگاه کنی و به من بگی که از دارابی های داراب هستی یا اینکه فامیلت فقط دارابی هست و اگر فقط فامیلت هست و نرفتی اونجا به خودت بدهکاری که بری. ایشون هم اینجا نوشته شما علم و صنعتی هستید. من نمیدونم منظورش بکنم شما عالم و صنعتی هستید. آقا این عالمی و اینها هم به کسی نگید، این استاد و اینها رو به کسی نگید. کی میشه عالم که همه علم رو داشته باشه؟ ما همه دانشجو هستیم تا آخر عمرمون، تا روزی که بمیریم. اگر این گفته از محمد باشه که زگهوار تا گور دانش بجوی، و اگر این گفته رو فردوسی گفته، درود بر فردوسی، اگر محمد هم یه حرف درست زده همینه، زگهواره تا گور دانش بجوی، و این کار رو ما انجام میدیم. اگه انجام ندیم اون روزی که توقف میکنیم یا مردیم یا به دیگران گفتیم من همینجا بستم، از امروز به بعد میخوام تو همین نادانی بمونم. خب آقای علی دالاس، این کلمه دالاس با اون دالاس ما اینجا فرق میکنه، اینم دو تا اسپل داره، برید برادران دالاس بخونید که چه پدر سوخته بازی در آوردن، چه خیانتی به ایران و ایرانی کردن، و همینجا که من زندگی میکنم فرودگاه ما به نام اون دو تا برادره. ایشون گفته به بدنشون این باسن نمیاد و این سوال شبیه این میشه از نظر سیاسی نتنیاهو بهتره یا دونالد ترامپ، یا مثلا بین مککین و جورج بوش. اینجا در سیاست چهار نفر روانی هستن، در این عکس دو نفر سکسی ولی بهشون نمیاد اصلا. به این هم گفتیم آقا دوست گرامی فردا صحبت میکنیم. شاهرخ نوبخت، ما یه دوستی هم داریم نوبخت، ماشالله نوبختا اینجا چندین برادرن، هنرمندای خوب. بهزاد عزیز الان کالیفرنیا است، امیدواریم هر جا هست با خانوادش خوب و خوش و سلامت باشه. یه آقایی هم داشتیم به نام نوبختیان، اکبر نوبختیان، مدیر ما بود برای سالهای سال در هنرستان و بعدم در انستیتو تکنولوژی، و اونم آدم خوبی بود، آلمان رفته بود و میخواست یه مقداری از اون تجربیات آلمانش رو توی شیراز، توی ایران، توی هنرستان پیاده کنه. خب آقای شاهرخ نوبخت گفته درود بر شما. دوستان این کلمه درود بر شما مثل این که یعنی آفرین بر شما، درست میگم؟ وقت شما یه کاری میکنید اگه نخواهیم بگیم احسنت، میگیم درود بر شما، پس کلمه آفرینه، درسته؟ حالا چرا این کلمه رو برای سلام استفاده میکنن بعضیا و آقای جمشید استفاده کرده و من جواب دادم و ناراحت شده، 3 پیام گذاشته که من به خاطر اون امروز 1 برنامه رو تقدیم میکنم به اون که برم با اون برنامه، امروز میریم تا 3. جمشید جان شما حتی وقتی لطف کردی زنگ زدی، وقتی من گفتم این جمشید رو میشناختم به نظرم آشنا میاد، کم لطفی کردی، نگفتی من آره همون جمشیدم که راجع به رادیو باهات صحبت کردم، آقا همون جمشیدم که دیدمت، همون جمشیدم که اون روز با ماشین جاد مثلا گیرت نمیاد، من گفتم بیا جای من پارک کن، ما بلد نیستیم. شما حالا هی بگو من 20 ساله دارم میگم درود، 20 ساله میگم ورود، 20 سالم هست جا انداختم، قرار شد در جای خودش صحبت کنم باهات، چشم اون کارو میکنم، پیاماتم 7 8 شو قشنگ پخش میکنم. اگر دوست داشتی و خوشت اومد و من درست گفتم، تلویزیون مردم حمایت کن، اگه نه 3 پیام دیگه بذار، فوشایی که ندادی و خودت رو نگه داشتی اون موقع فوش بده. فوش کاری نمیکنه که، آدمو عصبانی میکنه، تهمت زدن، توهین کردن، تهدید کردن، اینا هست که اونم خب آدمو مجبور میکنه بریم شکایت کنیم و الی آخر. خب آقای شاهرخ نوبخت اول دیروز تو ساعت 12:28 گفته جنیور، همون موقع هم گفته که دوتاشم نوشته ساعت اینقدر، دوست گرامی بله درود بر شما، دوتاشو 1 زده آقای نوبخت، اینم اشکالای فیسبوک دیگه، ثانیه و اینا رو نمیزنه. در صورت
درود بر شما رو ما به جای آفرین میگیریم. من نمیدونم عکس ایشون رو گذاشتن آفرین داره یا اون نوشته آقای آریانپور رو که من میذارم که ملت اگر این چیزایی که راجع به رضا شاه و محمد رضا شاه میگن فرض کنیم همش حقیقته، چرا ملت 16 میلیونی ایران در زمان رضا شاه و 30 میلیونی یا 35 میلیونی ایران در زمان محمد رضا شاه وای نسادن و جلوگیری کنن از رفتن دوتا پادشاه؟ هیچ کس جواب نمیده، هیچ کس نظر نمیده. خب بله، نیک دارابی میگه که جناب سربی گرانقدر نگران نباشید، کسی کامنت من را چون با سیاسی شروع شده نمیخواند، چون اکثرا سیاسی نیستند و فقط اکسیژن حرام میکنند، سربلند باشید. خب اینجا آقای دارابی من باید از شما که دوستم هستی گله کنم، یعنی شما باور دارید همه باید سیاسی باشن و اگر نباشن فقط اینها دارن اکسیژن هوا رو از بین میبرن؟ من با شما مخالفم، مهمون من باش، یه روز بیایم در این باره صحبت کنیم. و اما این آقای علی وافی که باز از مغز خودم تشکر میکنم که من آدمای مفتخور رو مخصوصا خوب میشناسم، ایشون نوشته این هم از یک مدیر فرهنگی. آقا به خودت چرا دروغ میگی؟ من این عکس رو گذاشتم، شما نظرتو بگو، بنویس من نظری ندارم چون به نظرم این عکس اصلا مناسب نیست برای فیسبوک. آقای علی وافی که با شهریار شاعر مشهور ایران عکس میگیری، دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، شما آدم نشدی هنوز، شما هی برو حالا عکس تو بغل شهریار شاعر بنداز توی فیسبوک، بیا به سربی بگو من میخوام برنامه بذارم، وقتی سربی میگی باید هزینهشو بدی بگی که اوکی بعدن میام دیگه غیبت بزنه، مفتخوری من میشناسم دیگه. خب و اما آقای فرید شفیعی، عزیز من اگر این شفیعی هست به نظر من انگلیسیش غلط نوشتید شما، شما بعد از حالا این S-H-A-F-A-I دوتا ای هم باید اضافه کنی و الا اینو میگن شفای شفی. در هر صورت نوشته که فرهنگ جزین است. آهان ایشون سوال کرده از اون آقای وافی. آهان یک کار دیگه که باز اینجا نباید بکنیم، آقا نظر شما رو خواستن آقای فرید عزیز، ایشون خیلی هم لطف میکنه برای من چیزای قشنگ میفرسه و اینها. خب شما بیا نظر خودتو بنویس، کاری به اون نداشته باش، ولی ایشون اون که گفته این هم از یک مدیر فرهنگی، آقا من کجام مدیر فرهنگیه؟ من اصلا کجام مدیرم؟ روزی که خواستم از آموزش پرورش استعفا بدم گفتم این حقوق برای من کافی نیست، من برم رانندگی کنم بیشتر از این در میارم، میخواستم پارتی بازی کنن من رو که یک جوانی بودم بکنن مدیر هنرستان، که گفتم نه دیگه نمیتونم، میخوام برم کار کنم، ول کردم، استعفا دادم، استعفام هم قبول کردن و ما هم ول کردیم. اوکی این هم از مدیر فرهنگی. فرهنگ یعنی چی؟ حالا شما که خیلی فرهنگ داری، کسی میاد تو وبسایتت، کسی میاد تو فیسبوکت، شما بیا ببینم چند تا لایک داری، شما بیا ببینم چند تا کامنت داری. خب ممنونیم. آقا فرید گفته که فرهنگ جز این است، فرهنگ همه جا سرچشمه، فرهنگ از همه جا سرچشمه میگیره. راستم میگه، فرهنگ مجموعه عادات، مجموعه رفتار خوب و بد میشه فرهنگ ما. خب حالا این یکی دیگه خیلی جالبه، یکی بود یکی نبود، انقدر عجله داشته چون دزدکی میخواسته بیاد تو فیسبوک چون میخواد کار غیرقانونی بکنه، یکی بود یکی نبود رو نوشته یکی بود یکی آبود. ایشون نوشته خجالت داره، من باید خجالت بکشم یا خانم جنیفر لوپز خجالت بکشه یا خانم کارداشیان خجالت بکشه یا توی احمق بزدل بینام و نشان؟ من فکر کنم توی احمق بزدل بینام و نشان. خانم مینا واحدی ممنونم ازش،
ایشون نوشته آقا چرا خجالت داره؟ یک زیبایی، یک عکس العمل بسیار طبیعی یک مرد، جهالت اسلام در خون شماست. خانم واحدی ممنونم از شما، شما با آقای مجتبی واحدی نسبتی دارید یا با اون واحدیایی که باعث پیروزی انقلاب شدن نسبتی دارید یا نه؟ خب باز همین آقای فرید شفایی نوشته هر دوتا عالی هم، دمت گرم سربی عزیز. این درسته، مگه چقدر زنده هستیم، باید لذت برد. به کامنت های منفی توجه نداشته باشی. بعضی ها، بعضی آدم ها همیشه یوبسن. خیلی ممنون، ایشون هم خیلی قشنگ به زبان ساده برامون نوشته. دوباره باز برامون نوشته که همین آقای فرید، امیدوارم که تو ذوقمون نخوره. اینم از این. من از ایشون خواهش میکنم که ایشون یه بار برای هر موضوعی بیشتر کامنت ننویسه. ممنونم از این. خب آقای حبیب خلج آمده نوشته کاکو ترقی معکوس کردی؟ من براش نوشتم دوست گرامی تا فردا صبر کن، فردا برنامه رو ببین، قضاوت کن، شادزی. بعد نوشته که تضمینی ارادتمندم. منم از شما ممنونم، ولی من هیچ چیزی رو تضمین نمی کنم، مخصوصا رابطه دوستی. دوستی که امروز بهت میگه چاکرتم، این کلمه چاکرتم، مخلصتم، یعنی sincere. Yours sincerely یعنی من با تو خالصم، ولی فردا سر 600 دلار میره اسمت رو مینویسه مأمور جمهوری اسلامی هستی، این چه دوستیه؟ شما به کی میتونی اطمینان کنی؟ اینجاست که وقتی من خانم شوره عاصمی میاد اینجا میگم اینا دوستایی هستن که میشه روی دوستیشون چه کار کرد؟ حساب کرد. خب بعد ایشون هم نوشته که بعد من و زیبا پرستی، هر دوتا زیبا هستن همشهری عزیز. ممنونم. خب ایشون هم نوشته حکومت سرکولار. امیدوارم که شما هم یه صفحه‌ای باز کرده باشی به نام حکومت سرکولار، نه به عنوان شخص، به عنوان فیسبوک، چون اون کار غیرقانونی. ممنونم از شهناز خزایی عزیز. این خزایی ها یه سریشون رفتن تهران شدن خزایی، میگم سوربی های شیراز رفتن تهران شدن سوربی، خزایی ها رفتن تهران شدن خزایی. نمیدونم ایشون از اونجاست یا از جای دیگه، هر جا هستی گفت اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم. خب ایشون نکته رو گرفت، نوشت باور کنید حسابی لایک و کامنت خواهید گرفت، گور بابای مملکت. خب حالا پرسش اینه که خانم شهناز خزایی عزیز، من نتونستم پاسخ بدم به اون دوستمون که ما از این کامنت ها، از این لایک ها چه چیزی نصیبمون میشه؟ اقلا یوتیوب میگه اگر یکی از این آمد ویدیو تا از اول تا آخر نگاه کرد 2 سنت میندازیم جلوه، مثل یک سگ و یه تیکه نون خشک. فیسبوک که این کار رو هم نمیکنه. اتفاقا خیلی ها دنبال این هستن که آقا فیسبوک، ما میایم مقاله میذاریم، ما میایم عکس میذاریم، ما میایم ویدیو میذاریم، پولای شما میبرید، با به ما هم به نسبتی که ما به اصطلاح کانتریبیوت میکنیم، به نسبت سهمی که داریم وقت میذاریم، شما هم باید به ما پول بدید. فرید جان باز به ایشون هم جواب داده، نوشته این مملکت اینقدر وضعش خراب است که معلوم نیست کی میخواد چیکار کنه، امید به معجزه است. خب ببین مثلا این اصلا بی ربطه فرید جان، در رابطه با صحبتای شهناز خانم، در رابطه با به اصطلاح اون نظرخواهی، اون وقت چون شما میگی خانم شهناز عزیزم مجبور به شما پاسخ بده، فرید خان هرچه بر سرمان آمد از همین معجزه بود و ملت، از ملت بود، معجزه ای نیست. خب بیان باز پایین تر. دوستان ببینید یک ساعت ما داریم رو فیسبوک دور میزنیم که یاد بگیریم چه کار کنیم. خانم واحدی نوشته مشکلات جای خود، ولی از زیبایی ها باید لذت برد. جنیفر لوپز، جنیفر لونتر است. این کلمه لوند رو شما به عنوان کردیت و اعتبار دارید میدید، ولی لوند یک چیز بد فکر کنم بود. در اصل ممنونم خانم واحدی،
دوستانی که رگتون زده بود بیرون غیرتی میشید اگه خواهرتون دوست پسر داشته باشه، ولی خودتون تو مهمونی ها افتخار میکنید که 100 تا دوست پسر داشتید، دوست دختر داشتید و فلان. یاد بگیرید اینا بانوان ایرانی هستن، شهناز خزائی، مینا واحدی، یه خانم دیگه که حتی اینو شیر کرده برای دیگران، ممنونم از ایشون. خب این دوستمون آقای محمد جلوه سوربی، اول خوندم سوهی، جلوه سوهی یا ساهی، محمد جلوه سوهی نوشته: آقای سوربی، شما از همه چیز برای مردم زحمت میکشید، پخش میکنید، تا اینقدر مردم پاسخ ندادن. ببینین از فلان جای زن که عکسی گذاشته میشه ترافیک اینقدر. خب محمد جان، شما که جلوه هستی، این گله رو من از شما هم دارم. شما هم یکی از همین ملتی، شما هم اون کارو نکردی، شما هم اونجا ننوشتی، آقای نیک دارابی هم اونجا ننوشت، فرید چرا؟ فرید شفیعی می‌نویسه. خب فرید دوباره می‌نویسه که مردم احتیاج به واقع‌گویی دارن، در سیاست همه چیز دروغ است. خب میشه ربطش داد چون ما نوشتیم گور پدر سیاست و سیاستمدار. بابا دمت گرم، این آقای محمد تبا تبایی نوشته جنیفر. یه سوال کردیم، ایشونم مثل یک انسان فرهیخته جواب داده. خانم بهیه جیلانی، دکتر بهیه جیلانی نوشته: اینا همش جراحیه. راستم میگید، شما هم درست میگید. ایشونم ببینید نظرش رو داده، میگه که این دوتا که گذاشتید اینا جراحیه، یکیش میره باسن تزریق میکنه، یکیش میره نمیدونم چربی تزریق میکنه و الا. خب بله، ایشون نوشته جنیفر اصله، ولی ببینید این آقای فرید شفایی کار درستی انجام نمیده. هر کسی هر چیزی مینویسه، ایشون میاد بهش جواب میده. این درست نیست فرید جان، شما داری از فضای من، از صفحه من سوء استفاده میکنی. برات مثال بزنم، توی مهمونی هستیم، سوربی گفته دوستان کیا فیلم فلان رو دیدن، هر کی یه حرفی میزنه شما یه حرفی میزنی. خب معلومه هر کی میری خونه بعدن میگی بابا این به قول شیرازی ها بپکه یا بتره که این فرید چقدر حرف زد، هر کی هر چی میگه این نظر میداد. خب نوشت جنیفر اصل اون فلانه، یک قاب مصنوعی بسته بهش، حالا دیگه نمیدونیم والا. خب آقای بهروز افشار گفته: از کوزه همان برون تراود که دروز. ممنونم، ربطشو من نمیفهمم، یعنی چی در رابطه با این باسن این یا باسن اون، این از کوزه همان برون تراود. اینم بعضی وقتا ضرب المثل و اینا بهش میگن اولد سینگ، اینایی که داریم ما نمیتونیم ازش به موقع استفاده کنیم. خب این دوستمون پیروز نهاوندی گفته: کارداشیان آزادی خواه تره. میدونید که همین کارداشیان با همین باسنش، با همین تبلیغاش، با همین پولاش، وقتی رفت ارمنستان نظر دنیا رو این جلب بود، این آمد راجع به کشتار اون عثمانی، کشتار ارامنه توسط ترکا صحبت کرد و چقدر به نفع ارامنه شد. خب باز پیروز نوشته که: من یکی عاشق آزادی خواهانم آقای سوربی. خب ممنون. ولی مریم هاوس نوشته: آقای سوربی شما حالا هی زور بزن به یک مشت نفهم حالی کن که هم جنیفر لوپز هم کیم خودشون دوست دارن که باسن زیباشون رو به دنیا نشون بدن. زیبایی اندام چه در مرد و چه در زن ستودنی است، اما این بچه آخوندهای بی فرهنگ که همه چیز رو از جنبه جنسی میبینن و خودشون زیر پتوهای بوگندو کسافت کاری میکنن، فقط بلدن جانماز آب بکشند و زرزر حرف مفت بزنن. ممنونم، ولی شما هم دقت نکردی، احترام نذاشتی به اون که ما نظر خواستیم شما اونو بگی. بله اب نداره، ما میتونیم از هر چیزی، از هر تایتلی یه چیز دیگه بسازیم. دوباره آقای فرید دیگه انقدر خونده که من دیگه نمیخونم صحبتاشو، انقدر نوشته نمیخونم.
خب این دوستمون پرویز کاپولی، کوپولی یا پرویز کوپایی، ببخشید عذر میخوام پرویز جان، پرویز کوپایی نوشته شوهر باید کچل باشه مانند من، باسن باید توپل باشه مانند لوپز، کارداشیان میتونه دو ترکه سوار کنه. یه عکسی هست که کارداشیان یک جام شامپاین رو گذاشته روی باسنش. ببین فرید جان وقتی زیاد بذاری دیگه ما نمیخونیم این، باور که اونای دیگه هم همین جوره. خب آقای امیر اردلان نوشته تا مزه نکنم نظری ندارم، به این خاطر باید هر دوتا را مزه کرد و نظر داد. خودش هم قاه قاه شروع کرده خندیدن. حالا مزه کردن همه جا درست نیست عزیز من. این باز نوشته پاینده باشی کاگو جون، همین آقای امیر اردلان. ولی بیایم سراغ پوران گیتی بهی، کارداشیان درد و بلاش بخوره تو سر هنرمندان وطن فروش ما. کارداشیان برای کشور دوم خود ارمنستان حس وطن پرستی دارد، هرچه باشد از خودمان است. ایشون هم اینجوری گفته. خب علی شربتی، ببخشید اول خوندمش علی شهبتی، علی شربتی گفته او شما هم معلومه کارداشیان، او شما هم چیه، شما که از من بدتری، شما اومدی رأی دادی نظر دادی، ما که فقط پرسیدیم، شما نشستی در حسرت کارداشیان. اوکی ایشون کارداشیان رو میپسنده. خب خانم دنیا زیبا، خاک بر سر ملتی که شماها سیاست مدارش هستی، خاک بر سر توی دنیای زیبای احمق که اصلا نمیفهمی من سیاست مدار نبوده نیستم نخواهم بود، ضمناً احمق تویی که اسمت قلابیه عکست قلابیه، مثل سیروس بزده هر کی میگه نون و پنیر تو برو سرتو بذار زمین و بمیر. خب مونا ماوی نوشته گزینه جی، این خیلی خوبه، یادش افتاده به امتحان مدرسه ها، چهار جوابی الف ب ابجد، الف ب ج د، این گفته گزینه ج سومی و ما رو سر کار گذاشته باریکلا. حالا از همه جالبتر اینا هست که همیشه فکر میکنن سامان سراج، دوباره عکس پرچم احتمالاً قلابی. ایشون نوشته گور پدر مردم ایران، گور پدر زندانیان سیاسی، گور پدر اون بیگناهانی که اعدام میشن، گور پدر کارتون خوابا، شما بچسبید به باسن هر دوتا. خب سامان جان اجازه بده ما بگیم گور پدر تو، تو فکر میکنی چه غلطی کردی در 37 سال گذشته با تنبون نشستی جلو کامپیوتر فقط به این و اون فوش میدی؟ پس یه بار دیگه میگم گور پدر تو احمق جان، اون بالا اصلا حرفی از زندانهای سیاسی، حرفی از مردم ایران، حرفی از بیگناهی اعدام میشده نبوده، حرفی از سیاست مداران دروغگو بوده که شما با نادانی کما آمده این کار کردی. و اما این دوست احمقمون که اون وقت حالا بهتون گفتم، سیروس پاک دل که در حقیقت سیروس بزدل هست، ایشون نوشته جناب سربی شما هنوز به بلوغ خردمندی و خردورزی نرسیدید که چنین دیدگاه شهواتی دارید، چرا به جایش با زیبابینی اندام یک زن توجه مخاطبین و همکران. خاک بر سر دیوانه احمق عقب افتاده که بدونی که منو بشناسی، که بدونی که وقت گذاشته باشی حتی پست قبلی این رو بخونی، آمدی همچین زرزری میکنی و از تو احمقتر. این آقای امیر منصور نوشته دقیقاً کوروش پاک دل، درست فرمودید عزیزم، ممنون که حرفهای دل ما را هم گفتید، درود به شما و روح پاک ایران دوستتان. دوتاتون با هم سرتون بره توی مسترا، ولی سرتون بره توی مسترا که از یه چی بخورین. آخه احمق تو به من بگو امیر منصور و اون سیروس پاک دل بزدل چه غلطی کردین. خب همین امیر منصور قبلش نوشته بود، نوشته بود که آقای سربی مقداری زیادی نوشیدن که به همه سیاسیون و سربازان راه آزادی گور پدر فرمودن. احمق من میگم گور پدر سیاست مداران
سیاست مدارایی که همشون دروغگو هن. کجا من به سرباز آزادی، تویی که میترسی عکس خودت بذاری، تویی که قایم شدی خفه شو صحبت نکن. بعد ایشون میگه متاسفم برای خودم و ایرانو پیام بذاری دوست عزیز، پیام بذاری، متاسفم برای خودم، باش تا بمیری. علی دالاس میگه شماها که گیر دادی به این مطلب، میشه بگید از کدام سیاست مداری خوشتون میاد و کامل کامل قبولش داری؟ علی جان زدی به هدف، با وجودی که دو سه بار نوشتی ولی زدی به هدف، آفرین. من اگر ساعتها به اینا فوش بدم عصبانیتم باعث میشد که یک سوال درست اینجوری ازشون نکنم، یکی به این امیر منصور و یکی به اون سیروس بزدل. بگی شماها بنویسید اسم اونایی رو که میگین. خب یه نفر درست صحبت کرده، اصل ماجرا رو باز دید، این آقای مهدی افتخاری میگه بازار برد فروشی جنسی هالیوودیست اینجا. راست میگه، باریکل. حالا خانم معمارپوری، ببخشید منیر معمارپوری، نوشته پیشکش آقای سربی قربان از کیسه خلیفه از کیسه خلیفه بخشش نکنید. بله عمر عبدالله نوشته باسن چیه؟ من و شما یاد یک جوکی انداختید، بذارید بیان تصویر اینجا، یک جرعه هم آب بنوشم. میگن که یه بیچارهی زحمت کشی توی کوچهی زندگی میکرده و زن جوانی داشته و اینها، این میرفته صبح سر کار، عصر میمده، یک آدم لات و لوتی مثل این امیر منصور و مثل اون سیروس پاکدل و اینها، اینها میرن مزاحم زنش میشن. این بنده خدا وقتی میاد فکر کرده تو کشور قانونه دیگه، این جوگ از دوره شاه هم میگفت، میره کلانتری و به میگن که اوکی بشین اینجا نوبتت بشه، نوبت که میشه میره افسر نگهبان. یادتون افسر نگهبان ها بیچاره یه توقی مینداختن گردنشون، من نمیدونم یعنی چی، نشد افسر نگهبان. خب ما که میام اینجا میفهمی افسر نگهبان تو هستی. میگه که چرا اومدی اینجا؟ میگه والا جناب سروان من کارگرم، صبح میرم سر کار میام، اینها امروز که آمدم دیدم مثلا این بی پدر و مادر، این مردم هرزه داریم دیگه، این مرد هرزه آمده مزاحم خانمش شده بود فلان اینا. یک کلمه ای رو میگه، پلیس یه دم میگه آقا این حرفا رو نزن، اینجا کلانتریه، مؤدب باش. میگه چی؟ مثلا میگه اومدم دیدم این دستش روی پستونشه، میگه این حرفا رو نزن، بگو دستش روی سینش. میگه چش، آمدم دیدم دست روی سینش. یه بار دیگه میاد یه چیز دیگه میگه، میگه آقا امروز آمدم اینجوری. از افسر میگه آقا این حرفا چیه، اینجا کلانتریه، مؤدبانه صحبت کن، نگو این فلان، بگو باسن. اینم میگه که اوکی دیگه ما از امروز به کون میگیم باسن. برای این دوستمون که نمیدونه، نمیدونم کجایی این دوستمون، پاکستانیه کجاییست، نوشته عمر عبدالله ولی فارسی نوشته باسن چیه. باسن دوست عزیز، کون به زبون کلانتریه. امیدواریم که دیگه به جای بعدیش نرسیم، چون بعدش اون بیچاره یه بار دیگه میاد میگه جناب سروان ببخشید به فلان چی، به زبون کلانتری چی میگن، دیگه اون قسمت بعدیش بود. خب آقای جمشید شیرازی نوشته، بله آقای آرا یا خانم آرا ایزی، این ایزی یعنی امال آریزونا هستید، نوشته که خوشم آمد پارسا جان، فکر کنم جنیفر یک چیز دیگه هست، لول هم این همون کلی خنده، loud laughing out loud یعنی خندیدن با صدای بلند. ممنون. آقای جمشید شیرازی چون شیرازی بی حال مثل من نوشته، حالا هر دو قابل قبولن، مرسی. آقای بهروز آمری نوشته اینا چیه آقا؟ آقا اگه شما نمیدونی اینا چیه، اول باید بری یاد بگیری. و اما آقای سیاسیون بیان سراغ آقای منتصر، نه ببخشید مستشار، عذر میخوام از آقای منتصر، منتصرم داری. دوستان من با این آقای ناصر مستشار یکی دو بار مصاحبه کردم و نوشته هاشو مینویسه و اینها، ولی الان اینه موضوع،
که اینجا آمده نشته چشم را روشن. آقای سوربی از شما دیگر انتظار نداشتیم در دوران بیرونقی سیاست به باسنبازی روی آورده اید، لکن نشود. حالا ببینید دوستان، این سیاست، این سیاسی ماست. آقای پارس سیروس بزده، اون امیر منصور، این آقای ناصر مستشارم مثل شما فکر میکنه سیاست باز و سیاست مداره. ببینید چی نوشته، نوشته بیرونقی سیاست. چرا؟ چون میبینه هرچی این مینویسه ایش که نمیخونه نه جوابش میده. خب آقای رضا شاه ایرانی که دیگه این سه بار، ببخشید یه جوکی میگفتن، میگفت که فلانی سوار یه خری بود از روی مرد قبر پدرش رد میشد، طرف بهش گفت این یالدیک شد قبر این شد خر سه طبقه. اینم حالا شاه اللهی سه طبقه است. شاه اللهی یه طبقه چقدر خره؟ ما چقدر باید باش حق نکنیم؟ این دیگه شاه اللهی سه طبقه است. رضا شاه ایرانی نوشته ایشان از سیاست روی برگردانده و رو به باسن نموده. یکی به این احمق بگه شاه شما که فکر میکرد خیلی سیاسی میدونه، چجوری مردم لغت زدن توی باسنش، فرستادنش بیرون؟ همون رضا شاه که هی سیبیلاشو میمالید، چجوری زدنش، انداختنش بیرون؟ شماها اگر نیاین دهن کثیفتون رو باز نکنید، ما هم نمیان بهتون پرخاش کنیم. و اما آقای رحیم داداشزاده نوشته به ایشان خورده نگیریم، اگر سیاست بازان باسن باز هم هستن. آخه آقای داداشزاده، شما شعورت اینقدره، فهمت اینقدره، یا اینه که منظورت سیاست بازان باسن باز هم هستن؟ خب اینم از این. و اما دوست خوبمون آقای هوشنگ رادخو، دوباره ایشون هم مثل ایرانیای دیگه، کسی که خیلی صحبت از فردوسی میکنه، صحبت از شعر و حکمت و دانش و فرهنگ میکنه، ایشون هم بدونی که متوجه بشه چرا، بدونی که تو پیام خصوصی برای من بنویسه چرا، آمده نظر داده. نوشته هرچی بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. کدبان، من رو یاد دانشمند محترم آقای راشد انداختید که در برنامه رادیویش گفت مینا ناز داره برای 3000 تومان ناقابه. شما که میدونی که من همجا هستم، حساب هوشنگ رو نکردی زمانی که این پست رو گذاشتی؟ به هنگام بازگشتن زرا همانا نکردی به نشکر نگاه. آقای هوشنگ هم چون فردوسی و شاهنامه رو دوست داره، هر جایی چه به ربط چه بی ربط دوست داره فردوسی رو بچپونه تو، حالا چه باسن لوپز باشه، چه باسن کارداشیان، چه اصلا جاش نباشه. آقای رادخو، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. دوست گرامی، شما اینجا باید مینوشتید سوربی جان من انتظار داشتم شما از صفحه فیسبوک استفاده بهتری در جهت دانایی و آگاهی مردم ببری تا منم جوابت بدم. خب بعد برای ایشون نوشتم شما امروز دیگه، اینم امروز بوده، اون 9 ساعت قبل نوشته بوده، 8-11 ساعت قبل، من 9 ساعت قبل براش جواب دادم که شما امروز برنامه رو نگاه کن ببینید. بعد ایشون هم پاسخ داده که ما شما را بی دلیل به دوستی بر نگزیده ایم. آقای رادخو، یه روز یاد من بنداز، من جوک شاه و فره که شاه کلمه ما رو استفاده میکرد براتون بگم، شما دیگه کلمه ما رو استفاده نکنید. این ما آدمای ترسو که همیشه باور دارن افراد دیگه ای دور برشون هستن اونها رو حمایت میکنن، به دیگران میگن ما، که اگه کسی گفت ما منظور چی بود بگه خدا، اگه گفت منظور چی بود بگه حضرت ابوالفضل. انقدر اینا جوک اینجوری گفتن و اینها که ببخشید اینو میگم، میدونید که مدت ها فرح و شاه توی کاخ جدا میخوابیدن به خاطر اون شیطنت هایی که شاه میکرده، طلا رو آورده بوده توی نمیدونم کاخش، آقای علم مجبور بوده براش خانم بیاره و اینها. گویا یه روزی یه شبی شاه حوس میکنه که بره سری هم بزنه عقدیش بزنه خانم سیده فرح دیبا،
جوب درست کرده بودن، میگفتن شاه در میزنه پشت در و فرح میگه کیه؟ شاه میگه ما این. فرح هم میگه من امشب خسته هستم، یکی یکی بیاین داخل. ببینید چه حکایت بدی میکنه از این کلمه ما. اولا یعنی فرح خانم بعضی وقتا چند تا چند تا، بعدم نشون میده که دیگه حالا چی بگم دیگه، اگه کسی میفهمه گفت گرخانه گر از کس هست، یک حرف بس هست. خب و اما آزاده فمل بهنام، من نمیدونم این فمل بهنام چیه، آزاده فمل بهنام نوشته هر دو احتیاج به شستن دارن. منظورتون باسنای اینا هست؟ اینا دوست عزیز روزی دو بار سه بار دوش میگیرن، این از این. ولی نگاه کنید دوستان، عکس یه نفره که دارن اعدام میکنن، که این یادتونه که کسی بود که وقتی حتی این تناب اعدام رو گردنش انداخت، گردن تناب اعدام رو بوسید با لبخند با شجاعت، ضمن این که میگفتن این دزدی کرده اینجوری کرده اینا، من نمیدونم خبر ندارم، اگه کسی میدونه واقعیت رو بیاد بگه، ولی نمیدونم. ولی این آقا با این قیافه خندیدن و اینها نمونه شجاعت بود. شما میتونید قاتل باشید ولی شجاع باشید. عکس اینو آورده انداخته جایی که میخواد حالا بره آفتابه بیاره باستن این دوتا رو بشوره. ببینید ما چقدر سربی حالا یا زیرکانه یا موزیانه یا با ظرافت شماها رو آورد بیرون، ذات خودتونه داره به خودتون نشون میده، که اون پاک دل بیشعور میاد اونجوری میگه، اون امیر منصور میاد اونجوری میگه، اون رضا شاه ایرانی میاد اونجوری میگه، دوست اون آقای رادخو میاد اونجوری میگه. ولی بریم سراغ نیر خانم. خانم نیر قربانی ایروانی یا ایروانی میگه جناب سربی، هر کدام از دوستان چیزی نوشتن چون نمیخواستن در منزل گرفتاری داشته باشن، ولی من چون گرفتاری ندارم میگویم آن که لباس قرمز پوشیده است چون اسمش را نمیدانم حق با شماست. گور پدرت، گور پدر سیاست که نه پدر دارد و نه مادر. حالا دیدی بی سوادی که نوشتی زندانی و فلان اینها، چرا خانم نیر اشتباه نگرفت؟ چرا خانم نیر قشنگ متوجه شد که من منظورم سیاست مدارای بی پدر مادره؟ ولی شما بی سواد متوجه نشدی. خب دوباره بریم سراغ پسر عمون خودمون. پسر عمون دوتا چی بذاره اب نداره، یکی رو مردم تیوی گذاشته، یکی روی صفحه شخصی خودمون. ما دوبار دوستش داریم، دوبار میخونم. اول من فکر کردم نوشته روش مهم نیست، گفتم خدایا این چی میگه. ایشون نوشته روش مهم نیست، باید دید توش چی هست. لابد میگویید هر کی درست گفت جای اون تویش جایزشه. خودت گفتی، خودتم جواب خودت دادی. خب این دوستمون ایتسیک فریبای، فکر کنم کلمی باشن، نوشته آرزو بر جوانان عیب نیست، دمت گرم، جولیا رو بده بره. والا اینا مال ما نیستن که بدیم بره، و اگر شما میخوای ببین چیو باید بدی که اینا رو در عوض بگیری ازش. وای وای اسم که آمد، چه خبر شد آقای سربی. آها ببینید دوستان، اونایی که میفهمن، یادتونه اون روز یه ویدیوی پخش کردم، آقای رضا صفدری خانم به مستانه شرق این رو ساخته بود. ببین فهمید، متوجه شد. آقای چی بود اسمت، گفتی که ما از شما انتظار داری، از من چه انتظار داری؟ خودت که سیاسی هستی مثل خر به گل موندی. آقای مستشاری بود، کی بود؟ از من چه انتظار داری؟ منی که ادعا میکنم سیاسی نیستم. خانم مستانه از شما ممنونم. نوشته وای وای اسم که اومد، چه خبر شد آقای سربی. با هر پستی باید یه عکس اینجوری اول برنامه بگذارید تا مردم هجوم بیارن. خنده. خب آقای علی باقری نوشته بنده خدا مگر آقای سربی دل نداره؟ مگر تافته جدا بافته به حالی داده؟ به زنگ تفریح هم اعلام کرده. مگر یک پروفسور فیزیک اتمی حق نداره حین کلاس درس جوکی هم تعریف کنه؟ چون ربطی به رشتش نداره باید مورد شماتت قرار بگیره؟ آقا من از شما هم
ممنونم و خیلی مینوگی اونلی یا خیلی والا نمیدونم این آقای بهروز کشاورز اگه فارسی هم نوشتی من نمیفهم، فنگلیش هم نوشتی من نمیفهمم. خب دوستان 1 ساعت و 44 دقیقه ما درباره یه پست فیسبوک صحبت کردیم. یعنی شما اگر بخوای عمرت رو به بتالت بگذرونی پست فیسبوک، فیسبوک بهترین جاست. شما هی نگو ما آمدیم فیسبوک اقدام کردیم. امروز آقای منصور استانلو برای من یه ایمیلی دیروز فرستاده که واقعا باعث تأسفه، چون من براش می‌نویسم که آقا جون این وبسایت شما کار نمی‌کنه. من در برنامه رفتم نشون دادم. حالا دوستان ببینید فعالای سیاسی ما اینه، عقب افتادهای فیسبوک که عکس جنیفر لوپزو اینی که زدم آوردمتون از سوراخ‌هاتون بیرون. ببینید من نوشتم سلام، من این صندوق را در برنامه نشان دادم، درست کار نمیکنه، شما هم پاسخگو نیستید. من صدام حسین، رضا شاه، آدولف هیتلر، حسن علی منصور را نوشتم و این وبسایت شما همه را قبول کرد. دوستان ببینید فعالای سیاسی ما کیا هستن. چه زمانی نوشتید؟ الان بیش از 5200 نفر ثبت رأی کرده اند و غیر ممکن است. ببین دوستان غیر ممکن است آن چیزی که شما میفرمایید با یک آیدی و یک آیپی فقط یک بار میتوانید رأی بدهید. ایشون هنوز تفاوت آیدی و تفاوت آیپی رو نمیدونه. اوکی؟ لطفاً باز هم امتحان کنید، من در خدمت شما هستم با مهر و احترام. حالا من شایدم این آقای اوسانلو دوست داره که من هی این صفحه رو امتحان کنم، هی 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا 10 تا 10 تا اسمای علکی و بیهوده اضافه بشه. ولی من آقای منصور اوسانلو برای که به بینندگان نشون بدم که شماها طبق اون ضرب المثل رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیرسته رود. رهرو اینا نیستن که کارهای تند روی میکنن میندازنشون زندان اونجا خسته، میان بیرون دوباره میدوند دوباره میگیرنشون خسته. شماها باید سرعتتون رو کم کنید، عقلتون رو زیاد کنید. عقل رو که نمیشه زیاد کنید، از عقلتون زیادتر استفاده کنید. و اما دوستان ببینید تبلیغ مجانی برای صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک ایران، اگر این آزادیه این دموکراتیه آیا شما میخواین؟ توضیح میده که اینجا اینجوریه، اینجا انقدر امنه، اینجا برید رأی بدید فلان. من براتون آزمایش میکنم، بفرم میخواییم حالا رأی بدیم، روی این کلیک میکنیم. با انتشار لینک صندوق در تارنماها، بلاگها، شبکه های اجتماعی، از طریق ایمیل و به خصوص پیامک موبایل در این حرکت مردمی سهیم باشید. ما اینو زدیم، ببینید دوستان این من میام روش کلیک میکنم، نگاه کنید کلیک میکنم میره دوباره این میاد. آها حالا میایم پایین چون اینو آورده زیرش. اولا شما رو مجبور میکنه که فقط به این دوتا رأی بدید، یه چیزی دیگه نذاشته به نام این که مثلا من اینم. خب من که شخصا با لغو نظارت استصوابی موافقم، اوکی، من که با استقرار حکومت سکولار غیر دینی دموکرات موافقم، ولی شاید یکی دیگه هم بخواد بیاد رأی بده. این چه صندوق دموکراتیکی شما درست کردی که دیگه انتخابی نیذاشتی؟ و چه صندوقی درست کردی که مردم مجبورن یا به اینها رأی بدن، اگه رأی ندن رأیشون خونده نمیشه؟ برید دوستان امتحان کنید وجدانن. خب حالا نوشته فقط رأی افراد واجد شرایط زیر ثبت و محاسبه میگردد، در صورت ارسال رأی با مشخصات و ایمیل تکراری رأی ارسالی حذف شد. اگر بعد از ارسال رأی از طرف سایت رأی ایمیلی با عنوان رأی شما ثبت شد دریافت نکردید، معنی آن این است که رأی شما مخدوش بوده و محاسبه نخواهد شد. حالا برای که بهتون بگم دروغه، من اینجا میزنم مثلا جورج بوش یا میزنم جب، نام خانوادگی اصلا میذاریم بوش، نام و نام خانوادگی
جب بوش، شهر میذاریم شیراز، آدرس ایمیل میذاریم bush@yahoo.com. اصلا آدرس ما رو ما نیست، اوکی؟ میایم پایین اینا رو گذاشته، نوشته جمله هم غلطه، نوشته کاندیداهایی، یک که یادشون رفته، کاندیداهایی در فرمانداری ها ثبت نام کردند و رد صلاحیت شدند. باید بنویسه کاندیداهایی که در فرمانداری ها ثبت نام کردند و رد صلاحیت شدند. عجله میکنید. اوکی، عشمت الله تبرزدی، این اوکی، ما نمیخوایم به اینا رأی بدیم. میان پایین نوشته افرادی که از سوی مراجع کنندگان تاکنون از داخل کشور به سایت رأی آزاد به عنوان کاندیدا پیشنهاد شده اند. ما هم اینا رو نمیشناسیم، نمیخوایم به اینا رأی بدیم. اینجا نوشته ارسال پیام اختیاری. من می‌نویسم این یک This is a test. انگلیسی تونتر میتونیم. This is a test. اوکی؟ حالا میخوام سابمیت کنم، بدم بره. دوستان نگاه کنید، نوشته که باید اینو پر کنی. بله، من تابعیت ایران دارم و بیش از 16 است. چشم، این بد نیست. میایم پایین، دوباره میریم رأی بدیم، سابمیت. این دفعه قبول کرد. ببینید، میگه رأی شما ثبت شد، با تشکر از همیاری و احساس مسئولیت ملی شما هم میهن گرامی که در جهت به صندوق رأی آزاد اقدام نمودید. از این پس شما هم یکی مدیران این نگاه کنید جمله هاشون دوستان، یکی از مدیران این پروژه ملی به شما می آید. اینا چهار نفر نیستن، اینو بخونن. اونا یکی دیگه بهش بابا، یک طرف پدرش که فوت می شد تو اون حالت ناراحتی و اینها، وقتی می خواست بره آگهی فوت پدرش و مراسم خط رو بذاره به روزنامه مینوشت، این بچه میداد به داداشش، داداشش میخوند میگه اینه اشتباه نوشتی، میدادن به مادرشون، میدادن به داییشون. شماها تنها هستید و چون به مردم میخواین دروغ بگید که ما هستیم، مثل همون آقای رادخو، مثل شاه، قمپوز زیادی در میکنید. بدتون نیاد آقای منصور رسالو، شما اگر راننده اتوبوس واحد بودی، کارگر باسواد بودی، بنده هم دبیر هنرستانی بودم که رانندگی اتوبوس تیویتی کردم، رانندگی کامیون کردم، به دلیل اینکه حکومت دیکتاتوری بالای سرمون بوده، چه در دوره شاه چه در دوره شیخ، و من هم میتونم به زبان کارگری به شما بگم شما دوست عزیز داری راه غلط میری. اینی که یه نفر قرار میذاره الان به من گفته که میخواین ساعت 11 دیشب، گفته میخواین با اسکایپ با هم صحبت کنی، گفتم نه آقا، بنده صبح ساعت 5 با بیدار شم، 10 شب دیگه با برم بخوابم، با فامیلم باشم، استراحت کنم. شما افتخار دینی که از صبح تا شب رو تلفنی، به این تلویزیون به اون تلویزیون، مگه چی داری که بگی؟ آقا سالی یه بار مثل رضا پهلوی یه بیانیه بده، اونایی که دوستت دارن میان دنبالت، اونایی هم که دوستت ندارن براشون فرقی نمیکنه. چه فرقی داره شما هر 5 دقیقه توی تلویزیون باشی؟ وقت نکردیم بریم سراغ جمشید، تقصیر حسانلو شد، خدا بگم چیکارشون. خب مشتبه هم برامون آهنگ شیرازی فرستاده، ممنونم، بعدن چیز میکنم. و اینم از این، ما هم جواب اینها رو بدیم که قراری داریم برای کار ویدیویی، گفتن که چند دقیقه دیر میان، اب نداره ما بیشتر با شما میمونیم، ولی جمشید رو فراموش نکنیم، انقدر عصبانی شده جمشید. من اینجا خداییش دیروز یا امروز صبح پیاماتو گوش دادم، یه کمی شرمنده شدم، از این بابت ازت عذر میخوام. ولی نمیدونم اینایی که به زور به یکی میگن شما باید از من معذرت خواهی کنی، اولا معذرت خواهی غلطه، باید بگی معذرت بخوای یا عذرخواهی کنید، این دوتا رو چیز کنید. شما اگر به جای سلام میگفتی درود، ولی اینا رو درست میگفتی بهتر بود، شاید هم درست گفتی من نمیدونم، ولی چون ایرانی ها همشون میگن که فلانی معذرت خواهی، باید بگی عذرخواهی یا معذرت خواست. در هر صورت بریم سراغ پیام آقای جمشید. از کجا هستی مهم نیست، همین که اسمتو گفتی اقلا ممنونم. حالا ببینیم ایشون چی گفته. میدونی اینجا شما وقتی پیام میذاری
من اجازه دارم با شما مصاحبه کنم. بفرمایید. بفرمایید. جناب آقای سربی درود بر شما، حالا که بدتون نمیاد. حالا همینجا اون روز شما به من گفتی درود، بعد گفتی من که میدونم شما بدت میاد فلان، مثل این میمونه که شما مغازه بقالی داشته باشی من بیام بگم جمشید آقا شما که گران فروشی، شما که دزدی، این بار به ما یه کمی درست حساب کن، سنگ ترازو رو توش سوراخ نکن. شما اول توهینتو میکنی، فوشتو میدی، بعد فکر میکنی مؤدبی. چرا؟ چون پای صحبتهای احمقی مثل هومر آبرامیان میشین. اون ماجرای سیخکی و اینها شما برو بخون. رضا شاه وقتی که یک کمی سواد یادش میدن، اونم مثل شماها هوس میکنه که پارسی صحبت کنه، مینویسه به وزارت خونه ها که از امروز پارسی بنویسید. وزارت نمیدونم راه و ترابری بوده، اون موقع یه چیز دیگه لابد بوده، ور میداره مینویسه میخواد بنویسه به رئیس کل، رئیس کل. طرف من میدونم نمیدونم مینویسه گردالوه سیخکی، یه مش اینجوری جوکه. این از بس که اینا بدون اینکه با کسایی که وارد هستن مشورت کنن که طرف بیاد بهش بگه آقای رضا شاه شما فردوسی، شاهنامه، نمیدونم گلستان، بوستان، مثنوی، این همه کتاب ایرانی میخوای چه کار کنی بعدن؟ چرا؟ چون مثل شما ناراحت شدن. این کلمه متعصب که ما میگیم حزب اللهی احمق متعصبه برای چی؟ عصبانی میشه برای اون چیزی که باور داره حاضر دیگران رو بکشه. شما دست کمی از اون دارید؟ شما باید زنگ میزدید میگفتید سربی تو درست گفتی، تو هیچ وقت به من نگفتی نگو درود. من گفتم آقا بذارید هر کی هر چی میخواد بگه. شما میگید درود، اون میگه سلام، اون میگه های، اون میگه هلو، هر کی هر چی دلش میخواد بگه. و الا درودی که معنی آفرین میده، حالا براتون پیامه رو میذارم، ایشون سه بار زنگ زده هی با عصبانیت، ولی من این سه پیام شما رو میتونم سه ساعت برنامه تحویلت بدم. ولی بریم حالا درود، منم میگم سلام. بفرمایید. دیشب یعنی شنبه شب ساعت 11 شب به خونه رسیدم و بعد از که مروری به روی کانال های ایرانی کردم دیدم به درد بخور نبود، اومدم سراغ کامپیوتر و یوتیوب رو یه نگاهی کردم و بعد اومدم سراغ مردم تیوی. داشتم نگاه میکردم که یادم اومد من یک سوالی از شما کرده بودم، فکر کردم دوشنبه شب بود 8 فوریه، برگشتم به آرشیو و روی 8 فوریه کلیک کردم، تا اواسط برنامه خبری از سوال من نبود. بعد از 45 دقیقه دیدم که شروع شد. جمشید جان خوشم میاد از این که دیدم که شروع شد. شما اولا بزرگترین شانس آوردی که من از اول برنامه بهت گیر ندادم، چون خدا رحم اونایی بکنه که من از اول برنامه بهشون گیر میدم. این یک. دوم این که شما دوستان اگر این رو نشنیدید، ایشون لطف کرد اولش هم گفت من از شما خیلی چی یاد گرفتم، نمیدونم اینو یاد گرفتیم، ایمیل رو یاد گرفتیم، اونو یاد گرفتیم، و حالا هم میخوام تلگرام و اینستاگرام یاد بگیرم چیه. منم براش توضیح دادم که آقا من همین چیزایی هم که یاد گرفتم بعضی هاشو میخوام ول کنم، هر کی بامش بیش برفش بیشتر رو گفتم. بعدم اینا دیگه هایتکا واقعا آدمو لوتک میکنه، مغزمونو کم میکنه، کوچیک میکنه، هممونو عصبانی میکنه. اینا توضیح دادم، ولی سر همین درود و اینها گیر داده بودم به ایشون، ایشون هم درست میگه. حالا بریم تا اونجایی که ایشون میگه معذرت خواهی کن، من معذرت خواهی کنم. بفرمایید. قبول دارم، باید خودم رو معرفی میکردم، جمشید هستم و از سانتا مونیکای لس آنجلس کالیفرنیا زنگ میزنم. ببین آقای سربی، به قول همون سعدی خدا بیامرز که میگه هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به مجلسی نبری، و
و باز همون سعدی در جای دیگه میگه اگر هزار بار طواف کعبه کنی، اگر هزار بار طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دلی بیازاری، که شما البته دل منو آزردید. من همینجا روی ماه تو از طریق این شیشه میبوسم، امیدوارم که این آزردگی برطرف بشه و بابت این که نخواسته دل شما رو آزردم ازت عذرخواهی میکنم، یا بابت این ازت معذرت میخوام. حالا بریم. من ازت نخواسته بودم و شما رو پخش کردی. آها، شما برنامه من رو دقت نمیکنی. اگه دقت میکردی روش تلفن زدن، پیام گذاشتن، روش این که آقا این پیام برای خودته، در برنامه پخش نکن، میتونی جواب من رو تو برنامه بدی یا لطف کن به من زنگ بزن. شما باز کوتاهی کردی، شما گوش ندادی به صحبتایی که 20 سال سربی داره میگه. میگه ما ایرانی ها، این آقای سیروس بزدل ترسو، اون آقای منصور احمق، اون آقای نمیدونم چی دشت فلان، اینا فقط فکر میکنن سیاست مدار شدن، فکر میکنن بلوغ سیاسی پیدا کردن. ببخشید بلوغ معمولی که شدی چه پخی بودی؟ شما رو نمیگم، ما اونا رو میگم که حالا بلوغ سیاسی هم گند زدی به همه. شما دوست عزیز نگفتید هیچ جای اون که آقا پیام من پخش نشه، این پیام فقط برای خود شماست. من روزی 20 تا 30 تا پیام میگیرم. امروز آقای نظامی زنگ زده به من، پیام گذاشته، بزرگی کرده، احوال پرسی کرده، منم براش نوشتم من امروز خیلی مشغولم، فردا با شما تماس میگیرم. شما اگه کارت اشتباهه، به اشتباه خودت هم اقرار کن تا درست بشه. بفرمایید. اما حالا اصرار دارم که این پیام رو حتما پخش کنید. چشم. مرد باش و شرافت مجرگری و پیام انسانی رو حفظ کنید. دوستان وقتی یه نفر میگه مرد باش، حتی در قسمت اول برنامه من برید نگاه کنید، با خانم شوره آسمی وقتی صحبت میکردم از انسان بودن ایشون، گفتم متاسفانه وقتی ما میخوام صحبت کنیم میگن که مثلا فلانی ها مردانگی نکردن، وای نسادن، و شما بودی که واقعا مردانگی کردی، ولی من تصحیحش کردم، انسان باشیم آقای جمشید خان، و الا اون چیزی که شما صرفا فکر میکنی دلیل مردانگیه، خر و الاغ و اسب از من و شما خیلی بیشتر شداره. پس خر خیلی مرده، انسان باشیم. اینی که شما میگی حالا اگر مردی اینو پخش کن، اگه مردانگی به اینه، نه من مرد نیستم، من سعی میکنم انسان باشم. اینی که شما میگی شرافت مجریگری داشته باش، خوشم اومد گفتی ساعت 11 است اومدم تمام تلویزیون ها رو گشتم، چیزی به درد من نمیخورد. یعنی شما دنبال شرافت بودی توی تلویزیون های ایرانی و مجریها پیدا نکردی. باز به خودم افتخار میکنم، با وجودی که بهت پریدم باز برگشتی و برنامه من رو نگاه میکنی. بازم اگر دلت رو شکستم ازت عذر میخوام، ولی خوشحالم. شما به من بگو چند بار معلمت در حین درس خوندن از کلاس اول تا ششم، ششم تا دوازده، دوازده تا دانشگاه دلت رو شکست؟ چند بار فکر کردی اگه پدری ازش در بیارم با سنگ میزنم شیشه ماشینشو میشکنم، با چاقو میزنم لاستیکش پنچر میکنم؟ وقتی که انسان شدیم فهمیدیم اون معلمه که بیشتر به همون حقیقت گفت، اون بیشتر ما رو به اصطلاح آینده ما و موفقیتمون رو میخواست. خب بنده حالا نشون دادم مردم، شرافت مجریگریم دارم، پیام شما رو پخش کردم. حالا ببینیم شما برای مردم چه پیامی دارید. بفرمایید. و پیام رسانی رو ببخشید حفظ کنید. من پیام رسان شما نیستم. مگه من نام پستچیم؟ مگه پولی دادی که من اینو برات پخش کنم؟ قرارداد نوشتیم. من برنامه دارم که با صدای خودم رو به گوش شما برسم، نظر خودم رو بگم، فکر خودم رو تبلیغ کنم. شما این رو هم بلد نیستید. بارها گفتم
برنامه بگیرید، بیاین 10 دقیقه نظراتتون رو بگید درباره درود، ورود، خروج، اینا با مردم صحبت کن. ولی شما کل برنامه غلط بود. بفرمایید. وقتی برنامه رو تا آخر گوش کردم، مثل اینکه یک نارنجک در وجود من ترکنده باشی. شرمنده. خواستم سراغ تلفن برم و برای خونه کردن دلم مثل خودت که گفته بودی به اون آقایی که ایمیل بهت زده بود، گفته بود من تو رو میشناسم، تو دیگه نمیدونم حرات برای من رنگی نداره یا شناخته شده هستی، گفتی که بهش گفته بودی که به حساب من چه ای دوبتری به تو فروختم، من از خونه کی باله رفتم، بلشم گویا خودت گفتی که بدترین و کیکترین فوشها رو بهش داده بودی. شما متوجه نیستی، من اون به من یه چیزی گفته بود، من به اون فوش دادم. من به شما چیزی که گفتم، چرا یه مسئله دیگه ای رو میزنی؟ بازم معذرت میخوام که ناراحت شدی، ولی ببین دلیل ناراحتیت من نیستم، شروعش شما هستی. اگر من چیزی گفتم ناحق گفتم، اونو بیا بگو. شما میتونی به من بگی که سوربی تو که گفتی نمیدونم من عینکی تو دزدیدم، من کی عینکی تو دزدیدم؟ من چیزی به شما نگفتم، من پیامت رو پخش کردم، نظر خودم رو درباره پیام شما گفتم، شما هم الان میتونید نظر خودتون رو درباره پیام من، برنامه من بگید. اصلا یه کار دیگه کنید، یه روزی هفته آینده شما ربع ساعت مهمون من باشید، چون من امروز میخواستم به شما زنگ بزنم روی ایر باهاتون صحبت کنم. اولا یه پیام خصوصی برای من بذار، اولشم قبل از اس فامیل سانتا مونیکا واشنگتن دی سی هرچی بگو من جمشیدم، دوست داشتی فامیل تو بگو، نگفتینم مهم نیست، بله همونی هم که در رابطه با رادیو و اینها برنامه داشتم، چون صدای شما خیلی برای من آشناست، یعنی ما با هم صحبت کردیم، شماره تلفنتون هم آشناست. بازم ازت عذر میخوام که دلتو شکوندم، ولی شما، من خودم این تکنیک رو اینجا اختراع کردم، از استفاده میکنم که به طرف میگم نذار بهت بگم قرمساق، شما به من میگی که من نمیخوام بهت مثل اون بگم اونجوری. کاکو جون، جمشید جون، با ما بعضن باش که با خلق خدایی 3 ساعت و 3 دقیقه برنامه داشتیم، دیگه بیشتر از این نمیتونم اینجا باشم. زنگ بزنید آقای جمشید خان، پیام بذارید، بگید این پیام برای خودت سوربی، اگه پخش کردی سود میکنم. من که اینقدر احمق نیستم کسی که بگی پیام برای خودت پخش کنم، خودمو با دولت در بندازم. ضمن این که شنیدم اگر کسی برای میدیا، رادیو، تلویزیون، تلفن فلان اینا مسیج بذاره، حتی اگه بگه این پیام فقط برای خودته، این قابل قبول نیست، طرف میتونه تو دادگاهش استفاده کنه، میتونه رو ایر پخش کنه، اینا رو یه کسی بیاد قانونش برای ما بگه. خب جمشید جان، بازم ازت ممنونم، ازت عذر میخوام که من آگاهی درباره اینستاگرام و تلگرام نداشتم که بهت بدم، و شما یه چیزی رو درست میگی، من نباید، ای خدا کنه این باشه، نه این نیست، نه دوست عزیز شیرازی مونه، وقت ندارم، ببخشید گفتم هم قبلش 5 و 3 دقیقه 3 ساعت و 3 دقیقه من برنامه داشته، من نباید عصبانی بشم، باید مثل مجریای دیگه برای اینکه 10 دلار جمشید رو بگیرم اینجا مثل کاهو باشم، مثل تروب باشم، مثل شیرازی ها به تروبای بزرگ میگن توربیز گوی، یعنی توربیزهی که گاو میخوره، تروبی که گاو میخوره، باید مثل اونا باشم. من نمیتونم، از این بابت من متاسفم، چون پول ضرر میکنم. من اگر مثل اونها بودم قشنگ تو برنامه میگفتم یه دوست نازنینی لط کرده اینو گفته، دوتام خشت میمالیدم برای اینستاگرام، برای این خوبه برای اون خوبه، بعدن چیز میکردم میگفتم حالا آقا جمشید اگه لطف کنید 10 دلارم برامون بفرستی خیلی خوب میشه، شما میفرستادی، ولی من دوست بودم با ایرانی ها، دوستم، حقیقت رو بهشون میگم. یاد بگیریم پیام چگونه بذاریم. سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن خدمتتون زنگ میزنم، خواستم درباره اون موضوعی که شما درباره در تلویزیون برنامه فلان روز گفتید، من رو آقا مصطفی زاده ایمیل فرستاده بود، نمیدونستم خانم شوره آسمی درباره چه چیزی راست گفته، ولی چون همه چیزایی که گفته راست بود گفتم خب یه چیزی.
خیلی خوبه که مثلا آقای مصطفی زاده بنویسه که خانم شوره عاصمی درباره این درست گفت، من که نمیدونم چه خبره. بعدم شما دیدید ایمیلی که شما میفرستید 2:28 میفرستید، من 3 و خورده وقتی خداحافظی میکنم با خانم عاصمی میام اینجا میخونمش. امروز برنامه پرباری بود، 3:06 اگر دوست داشتید حمایت کنید، از شما بسیار ممنونم. در تلویزیون مردم شما هم میتونید برنامه داشته باشید. بازم ممنون از جمشید که مثل خود من نیومده فوش بده، رفته آبجو خورده، ولی خاص با یه ظرافت خاصی فوش بده که من مچش رو گرفتم. مرسی، منتظرت هستم جمشید جان. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. بعد از برنامه من ویدیوی آقای شبستری رو میبینید، چون امروز در حین پخش برنامهشون یکم مثل که سرور یه چند تا منطقه خابیده بود، بعد با اون شرکت تماس گرفتم، گفت الحمدلله بیننده زیاده، 3 سرور رو گذاشتن برای تلویزیون مردم. در صورت به همین خاطر برنامه رو با برنامه آقای شبستری دنبال میکنیم و آقای مینوی هم 6.5 برنامه دارن. امیدوارم برنامه این هفتهشون صدا و تصویر درست باشه، ضبط میکنیم، پخش میکنیم، روی یوتیوب میذاریم و چیز دیگه ای ندارم که به شما بگم جز این که اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم هستیم، هنوزم هستیم، تحملمون کنیم. پرسیم.